بینندگان عزیز سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز ما با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. خیلی خوشحالم بعد از چند سال میشناسمت، ولی بعد از 3 سال که قرار بود بیای اینجا، شب ما رو گذاشتی سورنتو منتظرت بودیم، امروز فرصتی شد که بیای. میگن چی؟ سوخت و سوز داره، ویروس داره، سوخت و سوز نداره. آمریکایی‌ها میگن better late than never. دستات خیلی خوشحالم بهت خوش آمد میگم. اول که با ماشین دیدمه، دیدم این ماشینا ماشین کرایه‌ای نیست، گفتم نکنه بابک راه افتاده از اون زلزله سرا آمده اینجا و دیگه میخواد اینجا زندگی کنه. این ماجرای زلزله کالیفرنیا چی آقا؟ شما میترسی یا نه؟ نه دیگه، عادت میشه، هر چیزی عادت میشه. دوستان عزیز، با بابک هروی هستیم، خبربین رو داره و سالهاست که من تصادفاً، ما ایرانی ها همیشه تصادفاً، واقعا میگم، برنامه کانال ایتو رو داشتم، اینا دیگه میترسن اسم ببرن، من اسم ببرم، کانال ایتو رو نگاه میکردم و آقایی رو دیدم به نام بابک هروی داره نتایج تحقیقاتش راجع به آقای دکتر شاپور بختیار رو میگه و من هرچی بیشتر گوش دادم دیدم ایداد بیداد، اون دکتر بختیاری که به ما غالب کرده بودن با این دکتر بختیار حقیقی که ایشون میگه زمین تا آسمون فرق داره. تلفنی زدیم و ایمیلی فرستادیم و اینها، با هم دوست شدیم، با هم کار کردیم، خیلی جاها اختلاف عقیده داریم ولی دوستان خوبی هستیم که با اختلاف عقیده هم همدیگر رو تحمل میکنیم. من به تبریک میگم که این تحمل رو داری و این برنامه رو من تقدیم میکنم به شما. بهت گفتم هرچی میخواهد دل تنگت بگو، ولی اگر چون همینجوری دعوتت کردم و همینجوری شما اومدی، اگر میخوای راجع به اوضاع و شرایط ایران و دنیا، ایران current affair به قول معروف، بله، اینا صحبت کن، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید و خیلی خوش آمدید. دوستان، بابک هروی، من در حین برنامه فیسبوکش رو هم بهتون نشون میدم، خیلی هم ریسپانسیو، جواب میگه، کباب درست میکنه، دلتون رو کباب میکنه. بفرمایید دوستان، رو فیسبوک هم لطف کنید شیر کنید. بله بفرمایید. با تشکر از شما، با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز مردم تیوی، اینجا خونه اول من بوده از موقعی که تصمیم گرفتم بیام و حرفم رو بزنم. خب خیلی جاها میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم و خب خیلی از این جاها بودن که آقا ما حتی مثلا فرض کنید بودجش هم بخواستیم بدیم، میگفتن آقا ما به تو یکی برنامه نمیدیم، حالا چراش هم خودشون میدونستن به هر صورت، ولی شما بودی که محبت کردی و به من صدا دادی، تصویر دادی و اجازه دادی که بیام و اون گونه که میخواهم حرفم رو بزنم. در تمام طول مدتی که در این تلویزیون اومدم خدمت شما بودم، یک بار هم نشد هر چیز که بگم حرف من سانسور شه، یک بار نشد هر چیز که بگم شما یا کسی دیگری در این مورد از اینجا به من چیزی بگه، و واقعا آزادی کامل بوده. برای همین هم هست اگر ما عقایدمون یکی نیست ولی این اتمسفیر، این فضا، این دوستی، این محبت، این به وجود آمده که از عقیده بالاتره، از عقیده غلیظ‌تره. چرا؟ چون ما موقع که ایرانی های عقیده ای رو میگیرن، اینا عقیده رو دیگه قبل از خانواده، قبل از وطن، قبل از این، قبل از همه چی، ما یا باید در شخص زوب بشیم یا باید در عقیده. وقت تفاوت با حزب الله نداره؟ نه نداریم، چون اونا هم در عقیده زوب میشن هم در شخص. نه. توجه دارید؟ ولی قبل از تمام اینا چیزی هست به نام انسانیت، قبل از تمام اینا چیزی هست به نام محبت، قبل از اینا چیزی هست به نام صحبت. موقعی که ما میتونیم صحبت کنیم انقدر قشنگ، توجه دارید؟ و خیلی شده، بارها شده شما محبت کردین، به من گفتین من اینجا خوب افتخار داشتم اومدم، در مورد مسائلی صحبت کردین که 180 درجه با هم اختلاف داشتین، ولی همیشه با محبت بوده، همیشه با یه احترام متقابل بوده، توجه دارین؟ و این گونه هست، من فکر کنم این نسخه باید باشه برای آینده کشور و مردم، که به جای برسن که بتونن بدون اینکه کلام دوم بی حرمتی باشه، حرکت دوم نگاه چپ، حرفشون رو بزن بزن. با امید اون روز یه بهتر شده الان شرایط. نه نه، خیلی بهتر شده. نه قوم
یکم دیگه بیاین ورتر بعدا دوستا شکایت میکنن میگن چرا بابک کمتر تو هر چی شما بیشتر بهتر. بابک هروی اولین کسی بود که تلویزیون مردم رو گفت تلویزیون مردمی. بله مردمی مردم. بله خیلی ممنون. بله این به اصطلاح ماجرای فیسبوک، ماجرای وسائل به اصطلاح چیزای اجتماعی اینجا میگن سوشال مدیا، ما به ایرانی چی بهش میگیم؟ همون سوشال مدیا میگیم. یه چیز جالبی که بعد از این ماجرای تیراندازی در فلوریدا، بابای یکی از این دخترها که 14 سالش بوده بیچاره و اصلا آدم تصورش، یعنی وقتی میخوای فکر همچین چیزی بکنی مغزت شاددان میکنه، وای میسه میگه نکن. میگفت که از فیسبوک بیایم بیرون و بریم فیس تو فیس با دوستان صحبت کنیم، با مخالفان صحبت کنیم. چون این فیسبوک، شما میگی من فیسبوک پیام گذاشتم، من توییتر پیام فرستادم، حتی این رو به آقای ترامپ هم میگفت که فیسبوک و اینها رو بذار کنار، توییتر رو بذار کنار، و خوشحالم که این کار رو کرد آقای ترامپ 2 روز و همه گفتن این کارش مثل رئیس جمهورای چیز بوده. حالا بماند که نامه نوشته بود درست نمیشه ست سه صبح توی دستشوی نشسته رو توییت میکنه. اون اشکالش اینه که میخواد موهاشو درست کنه، از 3 بلند میشه که تا 11 موهاش درست باشه بیاد بعدم یه دفعه باد میزنه اونجوری خرابش میکنه. شما اومدی واشنگتن که فیس تو فیس با کسی صحبت کنی یا نمیخوای راجع به مسافرت صحبت کنی؟ نه واسه تون میگم ما تا یه سری به قول من چی میگن اون خطوتشو میگم. نه راز ندارم من هیچ وقت، من بدبختیم اینه که راز ندارم. ما به دعوت یک سازمانی به نام ایرانیان امریکن اینستیتوت به دعوت اینها آمدم اینجا و به عنوان یک فرد مستقل IAI Institute و به عنوان یک فرد مستقل هم اومدم، یعنی به هیچ گروه، سازمان، شخص به هیچ گونه من وابستگی نخواهم و نخواهم هم داشت. چرا حالا چراشم عرض میکنم خدمت. صحبت اینجا این بود که در این جمعی که این نیست؟ این American Institute of Iranian؟ نه ایرانیان امریکن باید باشه امریکن یه دفعه برای من شما لینک نشنال ایرانیان ما شو انقدر ما داریم و انقدر پشت این صفحه ها یک کسای دیگه هستن. من همینو میخوام بگم که اعتمادم قبل از اینکه شما اینجا نشسته بودی به دوستان میگم وقتی که مثلا تو ماه مارچ الان هی شروع میشه مهمونی های نوروز، وقتی میشه شورای ملی مقاومت با شورای ملی با انجمن فلان اینا رو دوستان نگاه کنید. و یه چیزی بهتون میگم، یکی از دوستان من گواهینامه‌اش رو گم کرده بود، رفته بود که بره رو صفحه دی ام وی، یه صفحه های قلابی باز میشه عین همون تمام چیزهاتون رو میگیره. حالا شما ناراحتی میخوای گواهینامه تو بگیری، پول گواهینامه هم ازت میگیره، بعد هیچ اتفاقی نمیفته، تمام مشخصات شما دادی به اون. اینا من چون تو واشنگتن هستم و اینا میدونن دعوت من خرجی نداره و اشتباه رو کردم قدیما، تا آقای فیلابی میگفت چشم میومدم، تا اون یکی میگفت چشم میومدم میرفتم و داخل هر کدوم شنبری یه مارک بهت میزنن که این اون دفعه با ایرانیان امریکن انستیتوت اومد، این اون دفعه با AIAC اومد، این اون دفعه با چیز اومد. حالا پیداش میکنیم بالاخره ببینیم چیه این نشون بده یا خود شما برای ما تعریف کنید. نه الان دارم توضیح میدم کی بودن چی هستن. بعد اینها به قول خودشون از هر طیفی دعوت کرده بودن. منم یا آفرین داره ولی یه جاشو که یه جا کارم میلنگه، من با هر طیفی تو جوب نمیرم توجه دارین، یعنی یه مقدار اینجا گرفتاری هم این بد نیست اتفاقا بلد. نه به قول من اگه در قضا هم دقت میکنم، در معاشرت و همعقیده هم دقت میکنم، سلامتیمو تضمین میکنم. و متاسفانه اونجایی که ما رفتیم خوب دو سه تا از یکی از اصلاح طلبان پیدا شد و خیلی بحث جالبی هم شد، داشتیم صحبت میکردیم که آقا در ایران اگر شما خارج باشی، مخالف باشی و آزار بدی رژیم رو، خب مسلماً اونجا هم یه حالی به خانوادت میدن. اگه مثلا کسی تو دانشگاه داری، دانشجو باشه اخراجش میکنن، فرض کن کار دولتی داشته باشه، چه بچه صحبت سر سید محمد حسینی بود که حالا استفاده کرده امام جمعه گناباد از همین سید محمد حسینی خانه خراب و گفته دراویش گنابادی به خاطر این کار کرده که سید محمد حسینی که خودش هم دراویش گنابادی به اینا گفته بود.
ببینید چجوری به هم وصل، یعنی یا اینها باعث میشن ضرر زده بشه به سازمان هایی که واقعا موجودن و فعالیت میکنن، یا به نفع آخونده میشه. آخونده میگه نگاه کن این داره همه چی برخلاف ما میگه، ولی ما نه به خانوادش کار داریم نه چیزی. دقیقه، یعنی همون قضیه آقای کامران قادری، این دوتا. بعد این مثلا ما که داشتیم اینو میگفتیم، یه جوونک، حالا من که میرم اونجا خودم کراوات نمیزنم، یه جوونک زاغولی با یه کراوات، نه آقا من سالهاست این رژیم بیچاره کردم، کسی هم به خانوادم کار نشده، این دیگه حوصله نکرد. ببین برادر، دو تا حالت خارج نیست، یا تو آزار نکردی، یا اگه کردی از خودشونی، حالت سومی نداره، انتخاب کن یکشون. جمع یه جوری متشنج شد و یعنی میگم نه سیاست مدارم نه جای من اینجا هست، ولی این یه دفعه هم دیگه به قول من بخواده رفع فسقش باشدیم، اومدیم حرفام هم زدم، گفتم به اون نماینده کانگرسمن که نشستم، من اینجا نیومدم چیزی هم از شما ها نمیخوام، ایرانی ها هم چیزی از شما نمیخوام، به شما نیاز ندارم، فقط شر مرسانید. بله. موقعی که در تهران 300 تا درویش گرفتن، 10 تاشون هم زدن چنان لط و پار کردن که دیگه چیزش در نمیاد، رادیو فردا نیاد بنویسه که 3 تا پلیس کشته شد. رادیو فردا پولش از دولت آمریکا میگیره. بله. اینی که تو پراگ هست. بله. بله. اصل. مثل وایس آف امریکا است که بودجه وزارت امور خارجه به اصطلاح هزینه شون رو میده و بلندگوی این هاست. بله. بودجه بالای میلیارد دلار دارن اینها. حقوقای اینها تمام. این چیزی که با 70 میلیون دلار شروع شد زمان جورج بوش، ولی هی که پیش میریم، هی که بدهکاری ما آمریکایی‌ها زیاد میشه، پولا اینجا داره خرج میشه. بله. و الا جاده ها که داره از بین میره، یه جایی که از رو پل میخوای رد بشی مجبوری دعا بخونی. هفت هم دو قول و ولا تا بهش اون پل نرفتی کنی. زنگ زده پلا همه زنگ زده و سیمانا شکسته بود. خب شما رفتید اینجا، معمولا توی این کنگره ها وقتی کنگره وقتی هست، دوستان فکر میکنن وقتی که میان الان این 500 خورده نماینده مجلس هستن، 100 تا سناتور هم نشستن و مثل مثلا اون استیت آف یونیون که پرزیدنت میاد صحبت میکنه، شما میای اونجا صحبت میکنی، در اتاق باز میکنی، میری میبینی مثلا ماکسیموم یه جایی که 9 نفر صندلی اون بالا هست، بعد من برای مینز اند ویز اینا میرم فیلم برداری میکنم، بعد چند نفر هم میتونن اصلا اتاقه قسمت به قسمت، هر دریش هم باز کنی چند نفر نشستن صحبت کنن. شما دوست داری بگی کجا بودی، با کی بودی، چی صحبت کردی؟ همین دارم میگم، اتاق نمیدونم همون توی چی بهش میگن کنن بیلدینگ. من اینجا ببخشید غریبم، خیلی غریبم. افتخار کن که غریبی به خدا، چون از اون خودیایی که چیزی نداره. اما خیلی غریبم. این توی اون ساختمون بود، طبقه اولش، اون بغلش هست، نماینده 3 تا از این نماینده ها آمده بودن و واقعا جدی داشتن می نوشتن، نوت برمی داشتن، انگار برای کاری اومده بودن. من ابله هم سمدم بدون این که بدونم قضیه از چه قراره، صحبت همون با یه جمله عجیبی شروع کردم، بدون که اصلا بدونم کی نشسته اینجا. صحبت همون به این صورت شروع کردم، گفتم این رژیم پلید رو نطفش رو جان اف کندی بست، جیمی کارتر به دنیا آوردش، باراک اوباما از مرگ نجاتش داد. شما نگو که این سه همه دموکرات هم نشستن، یعنی به قول اینا ددان ارای بود نرسیده. بذاره دوستان بگیم تازگی اسناد دولت آمریکا اومده بیرون که از زمان جان اف کندی اینها دنبال کودتا بودن بر علیه شاه، یعنی اصلا از شخصیت شاه خوششون نمیمده. حقیقتا بعضی وقتا ما توی آمریکا یا میبینیم که مثلا شما اگه با یه بنزی رانندگی میکنی، یه نگاه میکنی مثلا میگه این عربه چی، چرا سوار بنز من باید با پیکاپ تراک شولت برم. این اتیتود توی وجود خانواده کندی بوده و خانواده کندی هم حضرت مسیح نیستن، اینا تو خیلی از جنایات دست داشتن، دوست دخترای خودشونو کشتن، تو کشورهای دیگه کودتا را انداختن. یه مقداری بیشتر بخونید، مخصوصا که الان سندها اومده بیرون دیگه، وقتی این سندها میاد بیرون دیگه شما نمیگی سوربی با دموکرات ها بده یا بابک با دموکرات ها بده، اینو میگن. اون موقع شما میمونی و اسناد دولتی آمریکا و وجدانتون که قضاوت کنید. پس این بود که ایشون باور داره به اصطلاح نطفه این رژیم رو کندی بس کارتر به دنیا شو بود، باراک اوباما حاج حسین هم از مرگ نجاتش داد، خلاصش کردن. یعنی
حالا فکر کنید توی جمع دموکرات‌ها لونه زنبور ما با این جمله صحبتمون شروع کردیم، دیدیم سگل ما رفت و هم و چشا چپ شد و خورناس دارن میکشن. خب کارتونو بکن، ما میدیم حرفمون رو بزنیم. خب خوب بوده اقلا به شما نگفتن چی میتونی بگی چی نمیتونی بگی. آه. این یه نکته رو بهشون چی بدیم؟ البته ممکنه شما دلیلی شدی که برای برنامه‌های آینده دیگه من رو دعوت نخواهند که قربان، این دفعه اول آخر بود یا افرادی مثل شما نخواهند اصلا دیگه. ما اونجا اسممون هم گوشه نوشته که اینو دیدین یا با تیر بزنین یا بفشین که مانتانامو این به درد نمیخواهند. خلاص این صحبت ما کردیم و بعد دیگران هم اومده بودن، یه نفر آوردن میگم اسم نمیبرم ولی که فقط دارم میگم دیگه دوستان همه خودشون میدونن، یکی آورده ما دانشگاه امام صادق. بله دانشگاه امام صادق دانشگاهی است که گرانترین دانشگاه ایرانه. این همه آقایی نیست که تو نروژ اومده؟ این نیست؟ نمیدونم کجاست. امام صادق که اینجا نیست که. نه خیلی قربان. آره یا آقای جوانی اومده میگن توی دانشگاه این مولای آقای... کراماتیه. بله خب بله. این آقای کدیور نبود هم شهر؟ نه 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 اون که اصلا دیگه قربونتون اصلا تلویزیون. اون میگفت مردم میگن نه چیز هم لبنان هم چیز هم غزن لبنان جانم فدای اینجوری میگفتن اون جمله نه لبنان نه غزه رو. این میگفت بابا شما نمی همه تون کری دیگه هم شهری منی. خب من هیچی نمیگم. با داداشم علی رضا کدیور هم دوره سربازی بودن هیچی نگفت. نه بگذر بعد این خلاص این اومده گفتیم دانشگاه امام صادق بود. ببخشید من اینجا اومدم کنگره آمریکا مثلا چهار کلم حرف درست راست بزنم دانشگاه امام صادق چی؟ اینم اومد آخر حرفش بگو ما خواستار براندازی نرمی. من زکی نرمش از کجا اومد دیگه؟ دو شک میندازن زیر پاشو. یعنی واقعا من دیروز مردم و زنده شدم این دهن رو ببندم. سخت بود، خیلی سخت بود. چند ساعت بود؟ یه ساعت مثلا دو ساعت. دو ساعت شکنجه. سیاه و کبود شده تو از این در اومدن بیرون. حالت مرگ. و یه جوری میتونم اعتراف کنم که بگم غلط کردم. یعنی این بار آخر من خواهد بود. و اینکه فکر میکنم همینجوری تنها کار کنم بدترم. چرا که طاقت دیدن خیلی چیزا رو ندارم. و اینکه قدرت بستن دهنم رو هم. آره وقتی میخوای بری اینجا یا باید پوسکلوف باشی یا بیوجدان. حالا بعضی هاشون هم بیوجدانن هم پوسکلوفتن. شما مثلا اون شب این روبیو رو نگاه کنی میاد وای میسه طرف میگه شما قول میدی که از اینا پول نگیری؟ اصلا سرخ میشه رنگش میره اینا آخرم فردا صبح که دیروز باشه میگه نه آقا این کارو من نمیکنم و اینا همش ماجرای پوله. قبل از برنامه ما قبل برنامه دوستان بود که از سازمان مجاهدین جدا شدن یه نفر سوال میکرد این سیاست مدارانی که میدونن اینها وجودشون اینجوریه اینجوری چرا میان عکس میگیرن پول میگیرن اینا؟ گفتم شما نگاه کنید اولا همشون یه کلمه سابق رو یدک میکشن. فلانی شهردار سابق، فلانی سخنگوی مجلس سابق، فلانی نماینده مجلس سابق، یعنی ایشون داره یه حقوق بازنشستگی میگیره و حقوق بازنشستگی اینا دوستان ما اگر یه جای کار میکنیم بازنشست که میشیم پول بیمه چی رو با خودمون بده. اینا پول بیمه رو میگیرن، بچه هاشون مدرسه که میرن دانشگاه، هر جوانی میاد بیرون 200,000 دلار 300,000 دلار دکتر و وکیل باشه 500,000 دلار بدهکاره، اینا بدهکاریشون رو میبخشن. بگذاریم بعد میان سفرهای اینجوری اینا چون تو مجلس بودن و اینها بعد شغل دومشون لابیه، لابیگری. حقیقتا کلمه تو ایرانی داریم؟ داریم. پا اندازی بشه همه کلمه‌ش همینه. ببخشید هیچ کلمه دیگه نداره. بله به این کار عادت دارن. خب حالا اگر یه سازمانی 10,000-15,000 دلار بهشون میده بعد بلیط هواپیما فرست کلاس براشون میفرسه، آخر اینجا این آقای کندی رو باز از خانواده کندی جلو وزارت امور خارجه در زمان خانم هیلری کلینتون مجبور کردن با مصاحبه‌ای که انجام داده که بگه من برای این 10 دقیقه‌ای که اومدم اینجا صحبت میکنم 25,000 دلار پول گرفته. هرچی کندی بله که هم معتاده هم سابقه از مزاحمین هم گرفته ها. همون مزاحمین نه از اونم گرفته یعنی همه طرفه کار میکنه با اندازه دو جا دو جا میشه اصلا بچه همه جا کار میکنه بسیار ساعت هم کمه. بله خلاص این داستان دوستان برای شما نوشتن دیوید منصور نوشته که درود بر بابک خیلی ممنون درود بر همیشون دیگه. خلاص اینجا رفتیم و میگم خوشبختانه تموم شد. یه دونه مولای کراواتی برامون آوردن، یک دونه پناهنده برامون آوردن،
یعنی تمام چیزایی که من در طول مدت حالا فعالیتم برسد تمام اینا رو زیر سوال بردم، اینا رو اونجا دیدی. خب حالا وقتی یه نفر میره یه جایی کاری انجام میده، اگه فراخوانی باشه، هفته قبل آقای بنی صدر با چند نفر دیگه توی کل نشستی داشتن اینها، بعد معمولا یه قطعنامه صادر میشه. من اینقدر از این قطعنامه ها دیدم که آقا تو مسئول نمیدونم جذب جوانان هستی، اون مسئول فلان هست و اینها. بعدم که میان میرن تا اون موقع که سال دیگه همین به اصطلاح سازمان نشست داشته باشه، یا اصلا اونا دیگه با اینا نیستن، یا یه چندشون فوت شدن، حالا شما جوانی هنوز امیدی هست، یه چندشون فوت شدن، یا اصلا وقتی بهش میگی اصلا یادش نیست که آقا مسئول ریکروت مثلا به اصطلاح جلب نه جوانان بوده، جذب جوانان بوده، جذب جوانان. بعد این قطعنامه هم صادر شد؟ نه قربان، این نه اینجا ببینید، چون چجوری من نمیتونم اینا رو پیدا کنم؟ فیسبوک هستن یا نیستن؟ فیسبوک من ندیدم. میگم رو فیسبوک شما خودت تو یه دفعه برای من فرستادی، آخه یادم میاد بابا اینا رو میشناسی؟ گفتم قربان داستان اینه. این قطعنامه که صادر نشد چرا؟ چون مسئله این بود که هر کسی به صورت مستقل شرکت کرده بود. یعنی مثلا گروه که باشه اینا خب یه قطعنامه صادر میکنن، و قطعنامه صادر نشد، فقط یه صحبتی شد آخرش، آقا پیشنهاد برای پالیسی یا سیاست های جدید چی داریم، که باز پیشنهاد هایی هم که من دادم خیلی جالب نبود. من آقا جان شما اول این ویزای سرمایه گذاری رو متوقف کنید توی مملکت. متقاضیان ویزای سرمایه گذاری در امریکا از دو کشور، اولش یکی چینه، دوم ایرانه. خیلی جالبه، ایرانی که حقوق یک کارمند دولت بالای 2000 دلار در سال نیست. حالا چگونه یه نفر میتونه در این سیستمی که مینیمومش 800000 دلار بذاره، آره، و بعدن ثروت در ایران از رژیم به پایین تقسیم میشه. یعنی شما امکان نداری مغازه در ایران باز کنی بدون اینکه شریک آقازاده داشته باشی یا خود اینا باشن، و این پولو بتونی در بیاری، و این پولو در بیاری حالا چجوری برسونی اینجا. بعد اینجا هم که میرسونن این جالبه، این قانون میگه شما این پولو باید ببری در مناطقی که کمتر پیشرفته هستن در آمریکا سرمایه گذاری کنی. نمیتونید بیاری تو واشنگتن باش مغازه باشه، بری تایسنز برنو یا بری نمیشابن، باید ببرید مثلا ناکجا آباد میذاری مثلا شما یه مغازه باز کنید. ولی یه که هستن مثلا وکیلای ایرانی هم هستن یا سرمایه گذارهای ایرانی که این طرح‌ها رو دارن که ما مثلا در صحرا میخواییم استخر بزنیم، بعد پولو میگیرن شما رو میارن اتفاقا دقیقا همین کلکه. شما اینو به اسلام میگه این مخالفه به این هست، این اصلا یه دروغه، چون هیچ کدوم از این طرح انجام نمیشه، این میشه لاندری دقیقا. و بعد سر یک سال پولو بر میگردنن بیارون کلش رو، پنج تا این کاردن بهش میدن. این داستان جالب شد اینجا که خود دولت فدرال هم الان یه ذره گوشش تیز شده، آقا داستان چیه؟ یعنی اصلا پول هیچ جای سرمایه گذاری نمیشه، نمیشه در هیچ کبیری مدرسه ساخته، کارم اینجا نمیشه. پنج نفرم میان اینجا اضافه میشن، هر چند نفر باشن یا خانواده ده نفرم باشن، باید ده تا گرین کارت به اینا بدن. سر فرمان مهاجرتی ترامپ اگه یادتون باشه دو دفعه این مطلب تکرار شد دیگه. بار اول وقتی بود که گرین کارتیا توش بودن، بله خاطرتون باشه، شهرها به هم ریخت، فرودگاه پر شد، اوبر راید مجانی، یعنی یک قشقرقی رژیم اینجا رو انداخت به وسیله لابی بازوهاش که فلج کنه. اما مرحله دوم دیگه گرین کارتش نبود دیگه، یک دونه از لابی رژیم دیگه نیومدن به قول قسطون به تنور بچسبنن که آقا ایرانی ها چرا ویزا نمیدین، حالا ویزا نمیدین نمیدین دیگه، ما دیگه کار نداریم. پس فرق ببینید کجا بود، اصلش از اونجا شروع، فقط سر گرین کاردیا بود. بلا خب الان هم ویزا نمیدن، چرا کسی الان دیگه شلوغ نمیکنه؟ صدا نمیده. این بود داستانش. یعنی یه نفر اینجا سالها کار کرده باشه، زندگی داشته باشه، پدر مادرش بخوان بیان برای عروسی پسرش، برای عروسی دخترش، برای تولد بچه‌هاش، به اینا گیر میدن، ویزا نمیدن. حتی اگه طرف بگه آقا من دعوتنامه نوشتم، من مسئولم تا موقعی که اینا میان و میرن، اگر بیمارستانی بره و اینها، ولی یه دفعه میبینید اونا رو اینجوری میارن و بعد یه چیز عجیب غریبی دیگه هم میارن. ببینید این یه دونش بود بازی. یه مورد دیگه‌ش گفتم اینایی هستن که واسه گرفتن دکترا میان اینجا. آها
اینا دیگه اصلا مال قاشیان، یعنی از همه خطرناکتره. با یک دونه لیسان، تازه لیسانس هم نیست، لیسانه، از ایران فکسنی میان بیرون دانشگاه پنسیلوانیا اول یا پرینستون، برای یعنی... که یه عده هستن از اینجا اینا رو ریکروت میکنن از اون دانشگاه ها، و البته یه مدتی واقعا نابغه ها رو کشوندن آوردن، ولی حالا رسیدیم به آقازاده ها. اینا تمام بسیجی ها هستن که یکیشون همون سازمان ایران پولو داره که در رابطه با دانشگاه مریلند یه دونه نظرخواهی بیرون داد. این همون دو هفته پیش نظرخواهی دادن و طبق نظرخواهی اونها فقط 4% از ایرانی ها میگفتن که رژیم باید عوض بشه، باقی میگفتن که ما این رژیم رو به خاطر ثباتی که اونجا وجود داره میخوایم داشته باشیم. و بالاخره معلوم شد این از چند نفر نظر خواهی کرده. تازه اولا لجند یا سابقه این رو اینا هیچ وقت ارائه نداده، هیچ وقت ارائه نداده. یه گرفتاری و به قول من چالشی که ما سرشون گذاشتیم همینه که آقا ما میخوایم بدونیم شما چند نفره در چه تاریخی و چگونه مورد سوال قرار دادید، و از این چند نفر چند نفر نخواستن جواب بدن. بله بذارید بهتون بگم دوستان، وقتی که اینجا یه نظرخواهی میکنن طرف تو خیابون راه میفته میاد یا روی اینترنت هست و اینا، دو سه نوعی، یکی میگه که اسمتون رو بنویسید، فامیلتون بنویسید، آدرستون بنویسید، تلفنتون رو بنویسید، بعد تازه میپرسه میخواین که مشخصاتتون رو به دیگران نشون بدیم یا نه. این یه نوعش. یه نفر وقتی راه میفته تو خیابون از 100 نفر سوال میکنه که اینو برای بازی ها استفاده میکنن، فامیلی فیود و اینها، معمولا بعد مینویسه ما از 100 نفر سوال کردیم، این 100 نفر اینو گفتن. اینی که متاسفانه من با وایس اف امریکا هم مشکل داشتم، یه دفعه با آقای سیامک دهقانپور گفتم، گفتم آقا شما که مینویسین مثلا 99% فلان، بگید که مثلا یه نفر تماس گرفته و این 99% مال یه نفره، یا بگین 100 نفر تماس گرفته. آره تعداد اونایی رو که اینها ازشون نظر خواهی کردن باید بنویسن، متاسفانه نمینویسن، این یه اشکاله. خب پس ایران پول، ایران پول با. در کانادا ثبت شده. این پول نه پوله، این پول POLE منظورش POLE LA منظورش نظر خواهی. بله در کانادا ثبت شده به وسیله یک ایرانی، و این ایرانی به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه مریلند در این مؤسسه هم با پول رژیم رفته نفوذ کرده. این به عنوان تزش میخواد تحقیق. دقیقا. حالا اجازه بدید. جالب اینجاست که ما رفتیم تحقیق کردیم، میبینیم تمام استادایی که تو این مسئله دخیل بودن تو این مؤسسه از سال 2014 تا امروز چندین بار به ایران رفتن و سفر کردن و برگشت. و اینو داین اونجاش بالاخره نمکگیرشون کردن، دو تا فیلم از پشت آینه ازشون گرفتن، چه کردن نظرخواهی رو قلمبه یه دفعه، بعدم نظرخواهی ارزشی کرد نظر من شما نداره که واقعیت رو میدونیم. اینو فقط میگیرن که به سیاست نداره که خریدن از قبل بدن که اینا بهانه داشته باشن. ببینید اول به این سازمان رسمیت میدن، بعد اون طرف میره میگه آقا طبق نظرخواهی رسمی این سازمان رسمی اینجوریه. بله این یعنی اسلحه است که تهیه میکنن به دست این نمایندگانی که از قبل خریدن بدن. که اگر مثلا نماینده دیگری گفت آقا تو به چه دلیل نرفو میزنی همه مردم جمهوری اسلامی دوستن، آقا این دانشگاه مریلنده دیگه، هم نمیگه ایران پول دیگه، دانشگاه مریلنده. این همین رو زمانی که احمدی نژاد انتخاب شد اینا درست کردن، و از همین دانشگاه مریلند و درآوردن که 80% مردم احمدی نژاد میخوان. یعنی این یه بازی کثیفی است که به وسیله الان ممکنه ها بعد از این ماجراها احمدی نژاد نه 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 اتفاقا یه پست گذاشتم از احمدی نژاد رو خبربین. من خبربین یه جوری وسیله نظرخواهیمه، کامنت ها رو همه رو میخونم، وقت میبره. بذار خبربینم نشون، ولی مال صفحه خودت نشون دادم، ولی صفحه یه آگاهی خبربین یه نبضی از جامعه دست آدم میده. اوکی. که آقا نظر مردم چی هست، مثلا فرض کنید در مورد احمدی نژاد اگر هر چی گذاشتن فحش بود، خب میفهمیم که نه این خبرها نیست. و خوشبختانه سر این پست آخری که مال این احمدی بود هر چی بود فحش بود. فحش. آره خدا بیامرزی کس نصیب این نمی کنه. خودش ولی به اصطلاح گفته بود که چیز باید استعفا بده، لاریجانی و خانوادهش و اینها، و نمیدونم چرا حالا پیله کرده فقط به اینها، وقتی که خودشم اون آقای ما... چه
چی بود اسم مشایی و اینا هم سابقه تمیزی ندارن. مشایی، زنبیل قرمزی، محصولی و خود احمدی، زنبیل قرمزون بقاییه که زنبیل گرفته دستش، اینا همه توی سپاه قدس بودن. ببینید احمدی نژاد جالب اینجاست، یک روز در جنگ ایران عراق شرکت نداشته. یک روز اکثر من نشون بدم اینو به خاطر که مردم نرن روی بر دختران خیابان. اون اکزردم جالبه، اونم جالبه. این دوتا هر دوشه. دوستان عزیز مثلا روی خبربین شما چیزایی مثل این میبینید. بذارید من اینو بابک، این برنامه خوشید میاد. این بسیار چیزه. اینجا نشستم و نه استودیو جرفهی تلویزیون شکر نده. اکسرشون میدیم، اجازه بدین دوستان. بسیار عالی. اینجا اینم سلکت ایری. میدونید که اینا میرن روی پستای برق هست، برای تلفن و برق و اینا از اینا استفاده میشه. مخابرات این چیز. بعد اینا اومدن مثل جایی هست که میخوان گنجش نشینه، یه چیزای خاردار درست کنن. اینا اومدن اینجوری روش یک سقفی درست کردن که کسی نتونه روش وایسه. اونم با چه سرعتی. حالا من پیشنهاد میکنم اینایی که میخوان برن اینجا یک کرسی درست کنن که زیرش اینجوری باشه، بذارن رو این صاف بشه. ایرانی داره این خلاقیت رو و خواهید دید که به زودی یه نفر بالای اون خواهد بود. این زرده رو میگی؟ آره اینم جالب میشه. چهار به سبب خود رژیم یه نفر، یه آدم بسیار خوش‌ذوقی برداشته نوشته. خودکشی چهار مأمور انتظامی به دلیل اعتیاد طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی مردم، مأموران کشته شده در پاسداران تهران معتاد بودند و به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر خود را در جلو یک اتوبوسی در حال حرکت انداختند و به هلاکت رسیدند. آنها مشکلات همجنسگرایی هم داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بله دوستان بگید که جمهوری اسلامی سیستمش اینه که هر کسی رو میگیره، فعال سیاسی، فعال حقوق به اصطلاح اجتماعی فلان نه، اینا رو میگه معتاد بودن، دزد بودن و از این چیزا میندیسه. خودکشون کرده. حالا این ماجرای اتوبوسه، چون من چند تا خبر مختلف خوندم، این چی بوده؟ حالا یه پست هست اینجا عکس همین عکسای محبت کنیم بذاریم، من الان توضیح میدم داستان چیه. ببینید این بغل اتوبوسیه که در ظاهر اون ماموران انتظامی رو زیر گرفته. درست شد؟ این فیلم رو یه نفر در فیلمش هم هست. یه نفر در خیابان داشته میرفته، اتفاقی پشت اتوبوس رد شده. ببینید حساب احتمالات کجاست. و اینم فیلم گرفته و رفته. خب شما اگه نگاه کنید گلوله ها تمام به شیشه ها خورده. و اونم به حالتی که چون باید مثلا تو زه در بخوره، تو بدنه بخوره، یعنی از یه خطی به دقت پرگار بالاتر و با یه فاصله مشخص، یعنی سری اول و سری دوم فاصله مشخص داره و و و درست شد؟ این یه حرکت مهندسی شده است. چرا؟ چون یه دونه گلوله تو این بدنه نخورده. در وسط هیجان صحنه اگر کسی ما میگیم رگبار باز کرده به این، که خب لگد تفنگ حداقل یک مه گلوله ها رو بذار به دوستان بگم که بابک از لحاظ تیراندازی هم نمونه است. توی ارتش بوده و اینها. منم تو ارتش بودم، اصلا بدم میمد از تیراندازی، ولی این به اصطلاح اون نمرات خوبی گرفته و میتونه نظر بده. ضمناً درباره این ایران پل و اینها، یکی از کارهای خوبی که گفتم بهتون، من حتی از طریق تحقیقی که ایشون کرده بود باهاش آشنا شدم. امیدوارم اگر تحقیقاتی درباره این ایران پل و دانشگاه مریلند، حتی با دانشگاه آدم تماس میگیره که آقا اینها اومدن اینو به اسم شما پخش کردن، اینا رو اگر انجام دادی به ما هم بفرست. با مؤسسه البته وابسته است به دانشگاه. آره چون پول میدن. بله پول میدن. شما وقتی پول بدی اصلا یه اتاق اونجا میکنن به نامت. یه دوستی گفت آقا نگاه کن اینجا اتاق کردن به نام آقای دکتر مصدق. گفتم آقای دکتر مصدق آدم خوبی بود، ولی شما تا کی میخوان حماقت داشته باشی؟ شما 30,000 با میدونای فوتبال اینجا دیدی؟ یه روز ورایزنه، یه روز میشه اون چی بود؟ AT&T میشه، یه روز میشه مایکروسافت، استیپل میشه، یه روز میشه فدکس. این که فدکس نمیاد اینو بسازه، اونا هم عاشق روی فدکس نیستن. فدکس میگی من مثلا 3 سال به شما اینقدر میلیون دلار میدم اینجا باش. حالا تو دانشگاه ها یه اتاق افتاده اونجا، اتاق 43B
اینا میگن اوکی میخوام اینو بذاریم به نام مصدق، به نام سربی، میگن اینقدر باید بدی، اصلا چونه میزنن براش. درصد اینه، این که شما میگی رابطه داره، ماجرا سر همش پوله. اینا اینقدر پول دارن که به دانشگاه مریلند پول میدن که بعد اون دانشگاه میگه این بله وابسته ما، یعنی یه مهر میزنه بهش، مثل قصابی که گوشت خر میاره ولی اداره بهداشت یه میزنه شو برو دنبالش. حالا دیگه لاکن ایشو نگفتم، یوسشو گفتم، ولی اینو داشتم میگفتم که این اتوبوس رو اصلا اینا وارد این آقا این اصلا داستانی بود، این تصویر بعد این اتوبوس رو اینا وارد این قضیه کردن که حرکت این دراویش رو به داعش پیوند بدن. ببینید خباثت تا کجا. اتوبوس اولا اتوبوس سرویس ایران ناسیوناله، اتوبوس سرویس کارخونه ایران خودروه، و هیچ کدوم از این دراویش سرویس ایران خودرو این اتوبوس ها رو معمولا استفاده میکنن که باش بسیجی هاشونو بیارن به صحنه. این اتوبوس ها مخصوص این کار. بعد همونطور که گفتم میگم از نظر بالستیک شما یا به قول من گلوله خوردن بشه چه نگاه کنی، این یه چیز از پیش طراحی شده است. خود رژیم هم آماده بود این حرکت رو انجام دادن. حالا فرض البته هیچ سربازی و افسر نیروی انتظامی نشون ندن، حالا مرده باشه هیچ رو تالا نشون ندن. یکی رو هم که عکسش نشون دادن خیلی جالبه، خونی که اینجا ریخته بود قرمز بود. اینا یعنی انقدر هنوز نفهمیدن خون روی لباس میشه، یعنی اینا انقدر شعور ندارن. اینی که الان گذاشتید نم نشون بدید، میگم از دست برگردم اینا. این بابای زن بود؟ بله بله. این عامل بدنامی من بود قربون، واسه سالها. کی؟ همین آقای؟ نه این مال شورای ملیه قربونتون برم. آه اینو دارید؟ بله من بله. که اون عکس آیت الله زن. نه اون که بله این شورای ملی ایران، روزی برای که این شورا تشکیل شد شما خاطرتون هست؟ بله بله. صدای من رفت به آسمون هفت. این همونی که آقا رضا پهلوی سخنگو شد؟ نه دیگه الان دیگه ارتباط بود. بود بعد گفتن آقا سخنگو کمه برای شما، بیا رئیسش بشو. گویا رئیسم شد. بعد یکی پس از دیگری آمدن استعفا دادن. آقای بگی دیگه همیستم امید دانا و خسرو فرابه هر هم دارم فلان نه یکی یکی اومدن نه فرابه هر رو بیرون کردن. دانا هم هیچ وقت اونتو نبوده، نبوده. حالا خلاله یه سری دیگه بودن اونا یکی بخشاور اونتو لونه کرده چون مقامی بهشون نرسیده بود، شکایت کردن که انتخاباتش قلابی بوده. بعدم الان دیگه هیچ خبرش نیست. نه شورای ملی. خب بفهم حالا این شورای ملی اومد چه کار کرد؟ اینا اومدن اول که روحانی اومد 22 بهمن گفت آقا همه پرسی اصل 59. بله اصل 59 میگه اگر قوا بین هم بر سر مسئله اختلاف داشته باشن میتونه به نظر مردم رجوع کنه. این اصل 59 یعنی در مورد اوضاع فعلی ایران بی ارزشه، مردم رژیم را نمیخوان، پس قوا با هم مسئله ندارن. درست. و اصل 59 رو شما موقعی میتونی بهش رجوع کنی که کل قانون اساسی رو قبول داشته باشی، که اصل دیگرش ولایت فقیه، یعنی کلا یه دایره بسته است. این اومدن 15 نفر از عکساشون هم هست. آره جانوران رژیم در غربت و در داخل تعدادیشون. اینا اومدن فرداش از آقای مهمل باف گرفته تا اون خانم عبادی شیرین شیری که خدا بله آقای ترامپ به تو زنگ میزنه این اسما رو درست میکنه. نه قربونه تو دارم اسمایی هم که تو درست میکنه از قبل من داشتم یادتون رفته مزاهمین خلق و کی درست کرد میگم همون به تو زنگ میزنه این اسما رو این کاش میکنه قدر این چی گیرمون میومد خبران نیست ولی شانسا نداری. ولی محمل باف آره این محمل باف با اون حشمت تبرزدی و چه میدونم شیری شیری یه مشتی، یعنی واقعا مغز جمهوری اسلامی. اینا گفت آقا رفراندوم رفراندوم آخرین شعار مردم. خیلی تا اینجا هم تحمل کردیم، یه برنامه گذاشتم چه دهنم در اومد به محمد واقع گفتم و باقی البته دیگه گفتیم خب دیگه تموم شد دیگه. بعد اینا شورای ملی آمده اطلاعیه داده که ما رفراندوم میخوایم. یعنی انگار دیگه مار نمزد بابا 4 سال دارم فریاد میزنم این لونه این اصلاح طلبای خانه خرابه و هیچ کس من که گوش نکنه، هرچم از دهنشون دارم البته ما گفتم. من بهشون میگم، میگم رفراندوم کدوم دولت شما تو حالا دیدید بیاد رفراندوم بذاره بر علیه خودش؟ بعد شما میگین رفراندوم با نظارت یو ان.
که حالا کدوم کشوری دیدین یونایتد نیشن بره اونجا نظارت کنه، اصلا قدرت داشته باشه که این کار انجام بده. بعد از همه اینا که بگذاریم، دوستان یادتون باشه اگر حزب الله رو داریم، اگر اون سازمان الفتح داریم، اینا از همین نتایج انتخابات و رفراندوم اومدن بیرون. همون موقعی که آقای جورج بوش فکر میکرد داره آزادی میده به این کشورها، این رفراندوم ها، این به اصطلاح انتخابات انجام شد. الان نتیجهش اینه که حزب الله و سازمان الفتح و فلان اینا چیز رسمی دارن دیگه، یعنی سند دارن، قباله دارن که آقا 90% مردم ما رأی دادن و همین هم شد. دقیقاً درست میگین. در غزه موقعی که اینو اومدن انتخابات کردن، همه خب فکر میکردن بالاخره یه چیز درست میاد بیرون، محمود عباسی در میاد. برای که اونا محلی نبودن که ببینن اینا رفتن شب قبلش، مثل آقای احمدی نژاد که گونی پوتیتو و برنج و اینا دارن، همه زد از تو صندوق اومد بیرون. حالا بی درستش کن، یعنی خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به قول خود شما کارمون خیلی خرابه، توجه کنی. و الانم رفراندوم در داخل و شکم رژیم جمهوری اسلامی کار نخواهد کرد. چرا؟ چون اینا، من حساب کردم حتی اگه بخوان ناظر بین‌المللی بیارن، ما حداقل 5000 تا شعبه رای گیری باید داشته باشیم توی مملکت دیگه، درست انجام بشه. نفری دو تا ناظر میشه 10000، یعنی 10000 نفر ما میخوام جمعیت کجا رو در بیاریم؟ با کجا چجوری بیاریم ایران؟ کی میخواد نون اینا رو بده؟ کی میخواد خود اینا رو نگاه کنه که پول نگیرن نفروشن؟ یه مش گرده گوری گداره میارن دیگه، نمیره نروژی 10000 تا بیاره که میشه آرزو کنیم. اشاق آفریقا میاره قربون برم. حالا گفتی نروژی، فهمیدی که ایرانی ها نوشتن برای آقای ترامپ، آقا اون نروژی هایی که شما خواستین ما ایرانی ها هستیم و خیلی وقت اومدی دنبالش نگرد. دوست شما میگه که یادش به خیر تو جنگ ایران و عراق بابک شیشه آب لیمو سالم نمیگذاشت، تیراندازیش یک بود. دیوید عزیز گفته ممنونم. آقای اوستا تهرانی هم میگه درود بر صوبی عزیز و جناب هروی. دوستان اگه لطف کنید این ویدیو ها رو با دوستانتون هم شیر کنید ممنون میشم. و بله، این ماجرایی که شما گفتید بعد از این ماجراها، امروز شما یه بار دیگه فهمیدید که برین تنها همون خبربین و صحبت کنین اینا. من سال 2003، یعنی 15 سال پیش، بعد از این ماجرای تلویزیون ها که دیدم، و بعد یه خانمی هم اینجا بود، مسئول مدرسه ایرانی ها بود، خانم غفوری خدا بیامرزش، فوت شد. و یه روزی ما به خاطر این که به این دوستان سلطنت طلب پادشاهی هرچی بگیم که بابا ما با شما اختلاف داریم، ولی با شما توی یه جایی هم وجه مشترک داریم و همراه هستیم، رفتیم با این آقای ملکوتی بود، ماشین رو پارک کردیم و آقای ملکوتی اینجا زندگی، من رایش دادم، رفتیم اونجا ماشین رو پارک کردیم. همچنین که ما پیاده شدیم، این دوستان هم ماشینشون رو پارک کرده بودن، ایرانی ها دوتا خیابون رو برتر پارک کنن که هم مجانی باشه، هم اگر یه وقت شلوغ شد اونجا ماشینشون گیر نیفته، بوده من فرار رو باشه. رفتیم، تعدادی هم نبود که، همینجور که داشتیم رفتیم، این خانم برگشت من گفت آقا صبح شما اینجا چه کار میکنی؟ من به آقای ملکوتی گفتم، دیدی بهت گفتم، اینا فقط میگردن دنبال موافقین، و حالا من چرا بیام به تعداد موافقین اینها اضاف بشه؟ خداحافظی کردم برگشتم. گفتم که میخوای با اینا وایسی یا میخوای با تاکسی برگردی یا میخوای با من بیا؟ بعد اون آقا به اینا گفت که ببینید، شما فهمتون همینقدره که منی که موافقتونم امروز میرم با سوربی خونه، و شما دوتا آدم رو تو این 20 نفری که اینجا هستین، میدونید 20 نفر دوتا میشه یه دفعه میشه 10%، آخه 1000 تا که نبود که، از دست دادیم. متاسفانه این اشکالا هست. من فکر میکردم این شورای ملی ایران بسته شده. نخیر بابا، هستش بسته، بسته نشده به قول چی میگن، خود مانم کارشان دارم. حالا باردون هستا نه، حالا کارشون دارم. یه سری سوال دارم میخوام در پست بعدی روی خبربین مطرح کنم. من یه سری سواله و یا آتشی به پا خواهم که باز فوشی خواهم. خبربین رو هر روز به روز میکنی؟ نه، روزی که بتونی سه تا تا چهار تا از بهترین چیزه که پیدا میکنم. بهترین کار اینه، چون من اون روز نشون دادم، همین الان میتونم نشون بدم، تلگرام باز میکنم مثلا میبینم 1000 تا از آمد نیوز آمده، 1000 تا از آن تایی آمد نیوز آمده، 1000 تا از وایس آف امریکا آمده. میگم آخه یکی از اینا سوال کنه منظور تو از فرستادن این چی بود؟
که من بخونم دیگه، یا این ویدیو رو من ببینم. نمیشه. و کار خوب همینه که خودمون رو محدود کنیم، 3 تا خبر یا 5 تا خبر بهترینی که میبینم. خودم هم یه پاراگراف کوتاه بالاش مینویسم، ویدیو هم دیدین 15 دقیقه 10 دقیقه حد اکثر 20 دقیقه، یعنی یه جوری باشه که مردم فراری نشه، بیننده تحملشو داشته باشه. نه صورت خوبی دارم، نه خوب صحبت میکنم، نه صدام قشنگه بخونم. ماشاءالله تو هر 5 تا کلمه من یه چه مزخرف میگم به اینا. خب بالاخره یه چیزی باشه که حالا ملت تعامل کنه. مزخرف بیشتر بگی بیننده بیشتر میشه. اتفاقا من راست نیستا، جدی میگم. پستی که خیلی من متمدن رفتار میکنم ویوش خیلی پایین تره. دقیقاً اونجا که پاشنه دهنمو میکشن خب وضعیت فرق میکنه. ببینید الان شما چشمت بهتر میبینید. این کم اونا رو پاک کردم اون روز. وایس اف امریکا همه رو پاک کردم. 400 تا این یکی 23 تا، این یکی 103 تا، این یکی 113 تا، این یکی 150 تا، این یکی چی محفل دوستان 387 تا. آخر باید آدم بتونه وقت بذاره 6 تا زندگی پارالل شما لازم دارید که بتونید واقعا زندگی کنید، 5 تا دیگه اش اینا رو بخونید. شما گفت فرچه من اینجا هستی؟ من بله. گوگوش کنسرت داره اگه اهل کنسرت گرفتارم باهاش. بذارید من دهن رو ببندم. قربونتونم میرم. خوشحالم که به قول معروف آره، ولی که دوستان بابک تو کار موزیک هم هست، گیتار میزنه، آهنگ و اینها، آهنگساز هم هستی دیگه، شعر و اینا. در صورت گاهی وقتی ادعاش البته ندارم هیچ وقت اینجوری بهتره. خب در رابطه با این کنسرت و اینا یه دوست ما داریم اینجا که خودش خواننده است، از خواننده قدیمی فرخ، اینم یه موزایی مثل شما داره که هنرمندات چنین و چنان. من حقیقتش بعضی وقتا از همون موقعی که یقه ابی رو چسبیده بودن برای خلیج فارس، من درست مقابل شما هستم. من میگم ببینید این خواننده، من و شما در ماه 30 روز وقت داریم بریم سر کار، اینا 4 هفته معمولا هم 4 جلسه، یعنی 4 جلسه شنبه ها بره کشونش نهار بازارشون. من اگر رفتم یه رستورانی، من مثلا آگوش دوست دارم، نمیتونم بگم آقا این چلو کباب اینا چیه، آگوش بذار. اون باید نگاه کنه. و اینا همون جوری که ما به یه نونوا نمیتونیم بگیم آقا چرا نیومدی تظاهرات، به یه خوانندم نمیتونیم بگیم، ولی میتونیم مثل آقای بابک بگیم که من برنامه گوگوش رو نمیام. یعنی اونجوری که حالا یا مستقیم حمایت میشه یا غیر مستقیم این کار رو انجام میده و این کار رسمه تو آمریکا. میتونید حتی زنگ بزنید به دوستانتون بگید، همونجوری که اونا تبلیغ میذارن شما تبلیغ منفی انجام بدید. ولی این که آقا یه آقای به نام ممقانی از کانادا میگه چرا فلان خواننده ها، میگم آقا خواننده که سیاسی نیست که. شما به اونی که ادعای سیاسی میکنه نمیری بگی شما طرفدار کی هستی، میگه طرفدار رضا پهلوی، میگم چرا نمیری به رضا پهلوی بگی چرا نمیای میدون. بعد تو اگه طرفدار رضا پهلوی هستی چرا کارایی رو که اون میگه انجام نمیدی، میگه آخه اون میگه هیچ کاری نکنی. گفتم خب ولش کن برو دنبال یکی دیگه. در صورت بازم ممنونم که شما اومدی، باز هر صحبتی هست دوستان اگر سوالی دارید روی فیسبوک، روی ایمیل ما، روی شماره تلفنی که اینجا هست میتونید تلفن به اصطلاح پیام تکست و خبربینم صفحه‌شو بهتون نشون دادم، بازم نشون میدم، با خودش بابک میتونید مستقیم تماس بگیرید. من بابک رو وقتی که باهاش آشنا شدم بعدش گفتم راستی شما چه کاره دکتر هروی میشی، مصطفی هروی؟ بعد گفت که بله ایشون عموش بوده و اینها. ضمناً سلام منو به اون عموی دیگه‌ت هم برسون. سلام وقت باشین به همه خانواده، سلام برسون داره. و الان ماجرای این میتینگی که شما دیروز رفتی به اینها میگید قطعنامه یا ساله نشده، چون به صورت ایندیویجوال بوده، اینا میخوان نظرها رو بدونن. این نظرها رو نوشت خیلی هم جدی، البته یادتون باشه اینا هنرپیشه‌های خوبی هستن، اگه قرار بیاد اونجا بشینه اون حواسم بود. اوکی. نوشت و میبره میده به اون اصلی کاری. اون اصلی کاری چه قدرتی داره؟ اصل کاری باید ببینیم اول پولش از کجا میرسه. اول پایندازش کی؟ به همین سادگی. بر اساس نوع پایندازش اون وقت اطلاعاتی رو که به دست میاره رو این میتونه استفاده کنه. چون ببینید مثلا دیروز فیلتر شده مثلا اطلاعاتی که میگه، هم این هم این که مثلا من دیروز دو تا مطلب رو مطرح کردم. یکی در مورد مزاحمین خلق بود. گفتم آقا جان ما اومدیم روی خبرین یه نظرخواهی گذاشتیم. کلا چند نفر بودین تو این استفاده سمینار؟ 12 نفر. دوازده نفر همتون هم صحبت کردین؟
دو سه نفر رو آوردن با ویدیو صحبت کرد. آره. 12 نفر حضور داشتن. آره. سه نفر هم مثلا از طریق ویدیو. بله. خب. بعد گفتیم که آقا ما اومدیم روی خبربین یه دونه همه پرسی گذاشتیم در مورد مزاحمین خلق. الان هم هنوز هست، یه سند جالبی شده. یه عکس مریم رجوی رو گذاشتیم. زیرش هم نوشتم آقا شما آیا ایشان رو در آینده ایران نقشی براش متصورید یا نه؟ 15 بارم نوشتم دوباره آقا اگر جوابتون بلست بزنید مثلا یک، اگه نست بزنید دو، من احمق. اولا که یه تعدادی از مخالفین که اومدن مثل شیرعلی قصاب اول پیغام آور رو با لاشه گوسفند زدن. بیچاره شیرعلی قصاب. نه از لحاظ شیرعلی عادت بدی داشت، هر کسی خبر میبرد واسهش خبر بد میبرد، اول با لاشه گوسفند آورنده خبر میزد، چون توبه کرده بودی با ساتور نزنه. بعضی از این سیاسیون امروز ما این ایراده دارن که اولی که من این سوال کردم نمیاد بگی آقا برای چی سوال میکنی، اولی فحش و فضاحت که تو چرا میخوای بیا تو ایران. بابا پدرت من که خواستم بیا. آها فکر کرده شما. آها اوکی. یعنی مغز به دیوار. حالا عکس زشتشو زدم زیرش نوشتم که جواب خود من دوه مثلا. یعنی نه دیگه، هر جور هینتی بوده، هر جور اشاره‌ای بوده تونستم زیر میزی بکنم کردم، باز نمیگیرم. فوش و فواشی به من دوزاری کجه دیگه. نه اصلا تلفن ها دیگه دوزاری نیست، کارت شده اصلا آجور دارم میکنن توش. دوزاری دیگه گذشت. یه دسته اینا. دسته دوم این که من خواهش کردم 50 بار آقا یه عدد بزن. دسته دوم توضیح میدم. خیر نه خیر بنده لمر دلیلش اینه که میخواد تو اون صفحه تعداد زیادتری بتونن حضور پیدا کنن. نه بعدم میفهمن خارجی ها میگن تمام یک، شما یک و خارجی راحت میفهمید ترجمه لازم نداره، دورم راحت میبینه میگه اینم دوه. خیال ما راحت نوشتن ما ایرانی ها که ربع ساعت انشا مینویسیم تا آخرش عددر هم نمیزنن تا آخرش بگیم پول بهتر از چی بهتره چی خدا بدونه. ولی اینم گرفتاری دومه با این نظر خواهی. اما به هر مصیبتی بود ما 5000 تا نظر جمع کردیم. خیلی جالب. بله. و این 5000 نظر همه پروفایل واقعیه. سه بار من تهدید به قتل شدم به وسیله اینا رو همین آه. رو همین چیز که شاتاشو گرفتم دادم به بله باید گزارش کنم. بله. سه یارو اومده میگه من یه دونه برتا دارم یه گوله میخوام به تو بزنم. گفتم ببین گور خودتو کندی. گفت چرا؟ گفتم در قوانین آمریکا تو اگر کسی رو تهدید کنی بهش اجازه میدی که اگر تو رو روزی در خیابان دید با گلوله بزنه بدون اینکه باهات صحبت کنه. گفتی آره دیگه. تموم شد. تو گور خودتو کندی. ولی کار جالبی هم نیست، احساس خوبی نداره. آقا تهدید به قتل فواشی این حال نتیجه نظرخواهی کمتر از 2% با اینکه اینا رفتن ارتش سایبریشون هم جمع کردن، تمام افلیج و فلجاشون هم با هم آوردن. less than 2% کمتر از 2% کمتر از 2% و هنوز هم خبر بینیم. پس ما اینو دادیم به کنگره امریکا گفتیم آقا این سند تمام پروفایل هم واقعیه، خودتون هم هر وقت خواستید میدیم بهتون لاگین پسورد بریم. پس این یه مطلب خوب انجام شد. مطلب دوم همون نظرخواهی سر وایس آف امریکا بود. شما درست میگید این مافیا خیلی پیچیده تر و قوی تر از اونه با یه نظرخواهی از پا بیفته، اما اگر نماینده مجلس پای کار داشته باشه. شما میدونه از که تالا کنت تیمرمن همین فخرآور چون میرفت و میمد بعد قطعش کردن برالایشون رفت و اینها. اما نه نماینده مجلس یه قدرت دیگه داره، یه برش دیگه داره. خب نه اینا میرفتن با نماینده صحبت میکردن. پول مسئله است باز. ببینید صحبت همینه که ما از هر جا میریم خوراک مناسب رو بدیم دستشون. اگه دوست داشت خواهش میکنم. من ماشاءالله شما صدات خواهش میکنم. چون اونم 5000 نفر دیدن و 500 نفر بهش رأی دادن، همان پروفایل واقعیه، یه نظرخواهی خوبیه. در کلم 20% مردم اعتماد نشون دادن به این سازمان دولتی با بودجه بیشتر از 1 میلیارد دلار. خیلی جالب براتون بگم در جریان ماه دی، صفحه پشت فیسبوک شما آمار رو میتونید ببینید، بله. مال صفحات دیگر هم میتونید اد کنید اضافه کنید ببینید آمار ترافیک 5 صفحه مستقل ایرانی 5 تا خبر برابر بود با کل ترافیک وایس آف امریکا. یعنی اون با اون بودجه و پولش
این 5 تا صفحه که یکم خبربین بود الان توش فسفل لول می‌خوره. این 5 تا که بودجه خودشون معمولا وقت خودشون اینجوری. آره. صفحه‌های ایندیپندنت مستقل. یعنی نتیجه می‌گیرین که اعتماد مردم سلب شده از وایس. اصلا اعتمادی ندارن. میگن این 5 تا صفحه‌ای که اصلا معلوم نیست پشتش کیه خبربین. خوبشون تبریک میگیم شدن بی بی سی. واقعا نه، من به این بچه‌ها دونه دونه رو پشت پرده رفتم پیام گذاشتم و تبریک گفتم. و واقعا هم دستشون درد نکنه، هیچ کدومشون هم به نام نمیشناسن، تنها به قول من رو خنگول قضیه خودم که اسم من همه میدونه و به قول من اون جلو صورت من هم همشهری من از شما شکایت میکنه مخلصم. آقای هروی در یه موردم توی نظرات فیسبوک دعوامون شد، نمیدونم چرا، ولی برمیگرده به شیر تو شیری فیسبوک که هر آن آدم منتظره ببینه کی فوش میده تا گارد بگیره. خیلی جالبه، میگه من نمیدونم چرا، راست میگه، این اتفاق برای من میفته بعضی وقتا، به خاطر همین دیگه من الان تو فیسبوک جواب نمیدم. بعضی وقتا شروع میکنی مینویسی، اولا مینی موضوع عوض شده، بعد به قول شما همون که شما خودت نوشتی آقا اینه نظرم هم اینه، ولی اون پایین فوشت میدی، میگی تو میگی بابا اون بالا رو اقلا بخون، میگه آها اون بالا موضوع چیه که من دارم نظر میدم. در صورت مجیدم نه متاسفم کالیفرنیا هست، ایشون رو یادم میاد، بله اسمشون رو یادم میاد، آقای خوشنودی همشهری جوان ماست، ارادت دارم، متاسفم بلاکشون کردم. بازش کن. نه حتما چشم رو چشمم، ولی ماشاءالله دست به اسلحهشون سریع. آره دو تا چیز داره، یکی خوشنودی یعنی مجید به عنوان سه سوت مثل تریلی از رو آدم رد میشن. بعد توی خبر بینم من بضاعت این رو ندارم که بذارم مثلا 6 تا 7 تا پیام پای سر هم بره، چون وقتش رو ندارم. یعنی اگه احساس کنم که یه مقداری عصبیت توی مطلب هست آنن هست میکنم. خودت چه کار میکنی که عصبانی نشی؟ عادت کردم و اتفاقا شاید بگی موزیک رو نه، یه تراپی خیلی خوب بوده برام، تحملم بالا برده، گوش کردنم بیشتر شده، بی اهمیت تر میگیرم هر کی هر چی بهم بگه، خوب بوده برام از نظر رب. پوستت کلفت شد خیلی مثبت بوده. اوکی. ولی متاسفم این دوست عزیزمون، بازم میگم چی میگن اینجا، میگن nothing personal، شخصی شخصی نیست، ایرانی هستید، من همه ایرانی ها دوست دارم دیگه، شیرازی که چه اصلا نشنال برند مارکت. این میدون هروی کجاست؟ این توی سعادت آباده، چی نه توی سلطنت آباده، پشت سلطنت آباده. این از وقف زمینای وقف پدری ما بوده که از 600 سال پیش اینا وقف شده بوده. ما بدبختا، یعنی من بدبخت به شما ندادم، نه ما نسل انقلاب سفید زد کمر ما رو شکست از میان. اجازه به جالب اینجاست که ما طبق این وقف کار نمی کردیم، این هروی ها کلا آدم های تنبلی بودن، برنج و روغن و اینا رو سر به قول معروف سال می بودن از زمین ها در خونه می زشتن، اینا می خوردن دنبال کارشون می گشتن. تا این انقلاب سفید انجام شد و ما مجبورشون تن به کار بدیم، واسه همین هم هنوز کاری نشدیم، انشاءالله نسل بعدمون درست میشه. ولی اون میدون هروی پهلوی دژ گرگان خیلی جا هست بوده اینجا. خب گفتی نسل بعد، من قبل از اینکه بیام اینجا احوال پسر گلتو پرسیدن، به همه میدونن که چند مدت پیش به اصطلاح یه مشکلی بود و رفع شد و اینها، الان چطوره؟ الان خوبه قربونتون برم. فریان آره اون دیگه قهرمان ماست، دو دفعه سرطان رو زده زمین دیگه، خیلیه، امیدوارم دیگه سرطان کاری بهش نداشته. نه دیگه با دیگه نباید زورش برسه دیگه، همینه. ولی که کلن چند سال شد الان دیگه داره میره تو 16 سال دیگه، یواش یواش این از راتو جمع کن برای ماشین ها دیگه، مشغولم دیگه. نه آقا اینا ماشین منو میخوام، بابا واسه خودم یه دو چرخه بخرم، نه طمع دارن به خود من. برعکس آمریکایی‌ها که ماشین بابا بزرگش کهنه رو میبره میده به این که به در دیوارم بزنه اوکیه، ما ایرانی‌ها همه ای ماشین‌های خوبمون رو اول میدیم به بچه‌ها، الان که دیگه بچه‌های من بزرگ شدن آقا دارن میگیرن تصرف عدوانی. چی میگیم یه بار دیگه هم اینا انقلاب سفید اومدن جنبه. من بعد وقت اصلا دیوار ما گرفته ای داره. امروز با خانمم صحبت کردم صبح، سلام و عرفاسی به شما، خیلی سلام رسون، گفتش که آره این پسر بزرگی ما گفت پیله کرده ماشین تو رو برداره بره. آقا اونو دست نزن، یه چیزی رو توی این خونه، یه چیزی، نه دو روزه داره پیله میکنه. گفتم به خدا دست من میام، میدونم تو با اون هر دو با هم بنزرز که عکسشون میده. آره اونم میترسم AMGه میترسم، چون 507 قوه اسبه و 0 تا 100 هم 4 ثانیه است،
بچه تازه گواهینامه گرفت حالا آره از این نظر میترسم. و این نه بدبختی ما اینه دیگه، ما هم نسل قبلمون خوردیم هم نسل بعدمون خوردیم. هادی خورسندی نوشت که من وقتی که سیگار کشیدن رو شروع کردم تو توالت میرفتم میکشیدم از ترس بابا، الانم از ترس بچه هام میرم تو توالت سیگار میکشم. خلاصه من از توالت شروع کردم به توالتم خب شده آقابت ما. خب موضوع دیگهی که الان تو ایران هفته پیش بود بعد. ماجرای هواپیما، بعد اول گفتن اینا به خاطر که چند تا زمینشناس نه مال محیط زیست داخلش بودن اینجوری بوده، دیروز آمد که این هواپیما حتی گفتن هوا بده ولی چون از خلبانا چکای امضا گرفته سافت های امضا شده میگیرن و اینها. ببین من اتفاقا تیتر برنامه پریروز رو نوشتم که ما ایرانی ها انقدر گزافه میگیم و دروغ میگیم که وقتی هم حرف حقیقت میزنیم حتی دوستانمون هم دیگه قبول نمی کنن. بله یه آقای کاپیتانی اومده بود اسمشم فکرم شهبازی باشه که این هواپیما رو بدون به اصطلاح لندینگ گیر مال جلو نشونده بود و بعد میگه حالا به جایی که به من مثلا نمیدونم بازوبند بدن و اینا شغل قمر کردم منو بازنشسته کردم. من گفتم بابا جون این اولا کار شاقی نیست، اینجا حتی برای تبلیغ ماشین ها که میخوام بفروشن نشون میده که هواپیماه چرخش باز نمیشه بیکاپتراکه رو جیب میشینه. اون یادته پیرزن رو خودتو فرستدیم برام. بله یا اون جیپه یا مثلا حتی نیسان پیکاپتراک میشون دادن، ولی در عمل برید نگاه کنید اتفاقا تو لس آنجلس شما هواپیمای اومده باز هیچیش باز نشده بل. نه چرخ جلو. و برای دوستان گفتم به همین خاطری که عقبش 8 تا چرخ داره بعضی وقتا بیشتر و جلو یه دو تا داره اون دو تا کوچولو، اینقدر برای که این تا آخرین لحظه همین جوری با وجود که داره میشینی شما هنوز دارید سقف اینجوری میبینید و نمیدونم چرا اینجور میگم. بعد خلبانه میگی که هواپیمای این روزا اینقدر خوب هستن که اگه خلبان بخواد عمدنم بزنتش به دیوار به کوه نمیشه. میگم بابا اون میشه همین دارم میگم شدنیه. آره اینا مگه سه تا لوفتانزا مگه نه بود رفت تو کوبا سر یا خلبان خودکشی کرد یا این سه تا مگه نیومدن زد؟ آخه چه اونی که میگی ازت هم ممنونیم تقدیر میکنیم اوکی گروه پدر جمهوری اسلامی آخوندها که شما رو بازنشست کردن، ضمن این که امید هر کسی اینه که بازنشست بشه از اینجا بره یه جای دیگه کار کنه، مثلا تو ایران که حقوق بازنشستگی مثل آمریکا یه دفعه نصف نمیشه و فلان. نه شما نظرت چیه درباره این که یه اتفاقی که میفته آخونده که از اون ور میخواد حد اکثر استفاده یا سوء استفاده کنه، از این ورم دوستان با خبرایی که میدن و هر کسی متخصص میشه. من بهتون گفتم سالها پیشی هواپیمای از مهرآباد بلند شد خورد به همون نزدیکی ها. اینجا تلویزیون رنگارنگ یه پیرزنی مثل مادر من زنگ زد گفت مادر جون اینا من میبینم اینا پاسدارا توش بودن، آخونده میخوان پاسدارا رو از بین ببرن. خب بابا اینجا آقای درویشی که از این فامیل درویش در بزرگ با دوستش سوار هواپیما شد گم شد 5-6 ماه پیداش نمیکردن. رادار هست، وسیله هست، چیزایی هست که گرمای بدن رو میتونه نشون بده. هواپیما مالزی رو هنوز پیدا نکردن. هنوز هر یه تیکه‌ای که میاد میگن اینجاش اینو نشون بعد میگن نه این مال یه هواپیما نه مال یکی دیگه بود. یعنی خدا میدونه چند تا هواپیما افتاد. البته جای خوشحالی داره که سال 2017 پروازهای هر کامرشال به اصطلاح بیزینس شغلی اینا هیچ کدومشون چیز نداشتن، یه دونه تلفات هم نداشتن، تصادف داشتن دیر کرد خیلی وضعشون بد بوده سابقش. نظرتون چیه چجوری و کجا اخبار یا خبرها رو به اصطلاح خبرهای موثق بشن یا پیدا کن؟ ببین موقعی که دولت که باید منبع خبر موثق باشه خودش این خبر رو نمیده، از اینجا این زنجیر شیطانی شروع میشه. درست میشه بله. یعنی اون وقتی که دیگه من و ننه قمر با هم شروع میکنیم به نظر دادن، نه من بلدم نه اون بلده نه اون بلده نه اون بلده، هر کسی این وسط میخواد بیاد از این منجلاب سیاسی یه دونه ماهی هم بکشه بیرون. آقا ما یه سری حقایق داریم. حقایق اینه که ناوگان هوای ما سن متوسط 35 ساله. خب این یعنی اصلا در شروع فاطمه صلوات، یعنی هر هواپیمایی که بلند میشه با تحمل قلوب الله بلند شه با ما بشینه.
35 سال از سن ناب ما طور متوسط گذاشتیم. تعمیرات ما خوب نیست، قطع نداریم دیگه. همه اینا رو شما سرجم کن. اونجا که چی بود؟ گفت که هزار تا مشکل داریم. گفت خب بگو. گفت اولیش اینی که مثلا الان عرض بشنگ نداریم. آره. گفت دیگه باقیشو نگو. دقیقا ببینید گرفتاری اینجاست. ابرج 35 سال موقعی که ما اگر هواپیمامون پرواز کنن جای تعجبه. آه. نه اینکه بیفتن. ما واسه افتادنش هیچ بهانه لازم نداریم. 50 تا دلیل موثق داریم. اگر پرواز کرد اون بالا موند، رسید به مقصد، اون ایول داره، تعجب داره. اونو باید تو خبرها بگیم. احسن. آقا دو تا هواپیما امروز نشست. بلا اونی که میفته باید بیفته، چاره دیگه ای نداره. نه قطعه داره، نه مینتننس داره، عمرش بالاست. یه دونه فیلم من تو باز تو همین خبربین گذاشتم، هواپیمای آسمان از بغل شیشه داره آب میاد تو. خب دیو سلام نامه تمام. لای شیشه. اینا تازه هواپیما رو کهنه از جای دیگه میخرن. اینا یه سری رو از ترکیه میخریدن، از ترکیش ایرلاین. هرچی اونا به در دیوار میکوبیدن اینا میخریدن. ماهان یه مقداری از اونا میخرید که الان ترکیه رو مثل که گذاشتن بیخ دیوار امریکایی، برای اینکه تحریما رو دور زدن سریع. و اینکه نه یه تعدادشون واقعا های صورت اینا قدیمی هن، اینا جنازه هست. یعنی واقعا از زمین که بلند میشه جزء عجایبه. حالا واسه افتادنش دلیل لازم نداره. اینها به تو اون منطقه نباید بره. بالای اینا یخ میزنه درست، موادی رو نه ندارن بزنن که یخ نزنه، بالک ها یخ نزنه، فلاپ ها یخ نزنه. خب هواپیما سزاره بود. بالاخره هواپیما توی چند سال، 40 سال گذشته، من یادم اولایی که این بالاشون اینجوری کرده بودن که یه آقای میلیونر شد برای که مصرف سوخت و اینا رو کم میکنه. بله اتفاقا هفته پیش بود من دیدم یه آقای عکس سیگار کوبایی و عکس هواپیماشو، گفتم چقدر قشنگ، اگه یه وقت اومدی تو آسمون اینجا به ما بگو ما نگاه کنیم. بیچاره خواهرش نوش آقای سوربی، این داداش من از سال 2016 تا حالا با هواپیما گم شده. بابا تو کالیفرنیا هم هست. با اون هواپیما سیگار به من هم بده، من هم گم میشم. اینا داشته باشه. آخرین هواپیما، آخرین پرواز شو گویا قبل از اینکه بره گذاشته رو فیسبوک. آره. و نسمون شما اونجا؟ بله، اون شمال کالیفرنیا. نه، شمال لس آنجلس میشه. ولی اینجور گم شدن معمولا، البته اینا هم خانواده سو کردن اون آموزشگاه هواپیمایی و اینا. گم نمیشه اینجا رو زمین، گم نمیشه. تو دریا میفته گم میشه. نه بلند شدن مثل که همون بغل اقیانوس اینجا هستن. تو دریا. ان شاء الله پیدا شه. آره، من برات لینکش میدم. ولکن ان شاء الله پیدا شه. آره. تحریم هم هستیم. خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس، ممنونم، سلام میکنم بهشون. ایشون میگه خبر موثق وجود نداره. خبر موثق رو باید خودمان بسازیم. باشون موافقی؟ داریم میسازیم دیگه، منتها ما بعضیمون بد میسازیم. این خبر موثق میشه چیزی ناموثق. میشه همون ماهیگیری به قول معروف. دقیقاً این گرفتاری اینجاست. بعدم تحریم هستیم. خانم جیلانی درود عرض میکنم، ولی که چرا اول ما تحریم نیستیم، ما خواستیم تحریم باشیم. یعنی ما اومدیم به دنیا التماس کردیم که چه کاری ما نکنیم شما ما رو تحریم میکنیم. هرچی گفتن رفتیم اون کار کردیم که تحریم میکنم. خب مجید میگه که با عرض معذرت از آقای هروی عزیز عذرخواهی میکنم، جسارتی اگر شد خودم هم زیاد به رگبار بسته میشم. یعنی خوبه که مثلا دوستان درد آدم رو بدونن. و ساعت 3:16 ما برنامه مون تا ساعت 4 هست. این برنامه رو ما در اختیار شما گذاشتیم، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. یه قولی میخوام ازت بگیرم جان. که وقتی میری کالیفرنیا ویدیوهایی که میسازی، میدونم اتفاقا دوستان به من میگن، من به اونا میگم خب رو صفحم هست برید بردارید، ولی شما یه لیستی درست کن به اسم لیست آدم های تنبل و برای اینا شما بفرست که من هم ببینم، هم افتخار میکنم. و همیشه بهش گفتم من وقتی نگاه میکنم نظرات خودم رو هم میگم. این آقای هروی ثابت کرده که نظرات رو میشنوه، ناراحت نمیشه. چند بارم به من گفته که آقا حسابی مثلا ما رو میز تشریح گذاشتی، ولی بنازم از روی میز تشریح هم سالم و قوی بیرون اومده. خب یک اعتراف هم دارم. بگو عزیزم. دیگه به قول معروف خودتون هستی. اعتراف یا اعتراضه؟ نه این اعترافه، بینندگانم همه هستن. میخواستم تقدیر کنم از شما به خاطر کار، نه دلیل داره،
کاری که شما میکنید و من حالا به دلایلی که یا درسته یا غلطه، منتها دلایل ذهنی خودم، جرأت اونو ندارم. شما میای برنامه من رو پخش میکنی، من جرأت نمیکنم برنامه شما رو شیر کنم. توجه دارید؟ اینو میخوام ازتون تشکر کنم. نه، دلیلش اینه که من عادت کردم که به اصطلاح متوجه میشم چی میگی. شما همون تو گفتی اتفاقا جواب این بود راجع به اون نظر بادی اعتراف کنم بگم داستان چیه، باید میگفتم من اینو دیگه واقعیتو باید گفت. بله من واقعا میگم همیشه محبت داشتیم. خواهش میکنم، همیشه محبت داشتیم، با اینکه با خیلی از نظرات منم مخالفین، 180 درجه هم زاویه داریم باش، ولی همیشه این محبت رو کردیم که صدای من برسه. حالا شما دوست دارین اختلاف از 180 زیادتر بشه یا کمتر بشه؟ اصلا اختلاف مسئله نیست، اختلاف ما فعلا تا این ثانیه است با پیشرفت بوده. آها، اختلاف خوبه به نظر من، باعث میشه که آدما فکر کنن و اگر این تضاد وجود نداشته باشه پیشرفت به وجود نمیاد. یعنی تضاد مثل دو لبه دو تا انگشت میشه، شما یه هسته رو بزنید واسه اینو فشار ندید پرتاب نمیشه. این حرکت به جلو همیشه از تضاد ایجاد میشه. فیزیکش هم خوبه. اجازه بده من یه پیام پخش کنم از دوستمون فرخ، چون شما هنرمند هستی. من اون روز راجع به شرکت‌های توین کمپانی و اینها صحبت کردم، گویا داغ دل این فرخ رو تازه کردم. و چون یه دوستمونم گفت که ماشینشو بردن و اگر $1000 نره بده به این شرکت‌ها، اولین درسی که به بچه‌هات بدی همینه، ماشین تو یه جا نیزا که توش کنن، اگه توش کنن بیچاره میشه. میدم خود تو کنم. بذار بریم این پیام فرخ رو بشنویم، نظر شما رو هم درباره اینا و ببینیم. احتمالا کالیفرنیا به همین صورت دیگه دنبال میچرخن میگردن بو میکشن. آقا یه مدت اینجا میدونی چه کار میکردن؟ شما میخوای بری مثلا خونه دوستت، نگاه میکنی نوشته اینجا ویزیتور، ماشین تو پارک میکنی تو ویزیتور میری، بعد میمدی ماشینت نبود، بعد میگفتن ماشین تو شده، میگفتی آقا من، میگفت تو هندیکپ پارک کردی، میگفت آقا من نگاه کردم، خانمم هم نگاه کرده، میگفت اینها عکس. چه کار میکردن؟ این آقا بلندش میکرد میذاش اونجا، عکسو میگیره بعد میبردش. هیچ کاری هم شما نمیتونستی انجام بدی. پوله، ولی این پولا آدم در نیاره بهتر. نه، بشنویم با هم صدای فرخ رو. ممنونم از ایشون. ایشون هم درباره هنرمندا و کنسرت و اینها نظراتی داره که میبینین همینجوری که بیان دوستان بگن ما هم پخش میکنم. اینم سیستم تلفنمونه، گوگل وایس مجانی، هی پول میدادیم اول. سلام پارسای عزیز، فرخ هستم. دست رو دلم نذار که از این تو تراک ها خیلی بدم میاد. البته تو این کاری هستم مثل گاگی که کارهای خوب میکنن، ولی اینا رو که ماشینا رو تو میکنن، پدر منو در آوردن، تا 5 ماشین منو تو کردن، چند روز نگه داشتن، بیشتر از $1000 بود، نتونستم بدم، حتی بردم سندش رو بهشون دادم، بردم با مال شما. بعد حالا برای من تکس اومده $4000 من باید بدم. ببینید چقدر اینها پدر سوخته هستن. خیلی خدا ممنونم، خدا حافظ. و یه پیام دیگه هم فکر کنم از ایشون هست، گوش بدیم ببینیم که اگر جنبه عمومی داره. من به دوستان میگم اولش بگید که این پیام برای منه یا برای همه است. بشنویم باز این رو هم، بعد برمیگردیم راجع به توین کمپانی ها و این بیزنس های اینجوری. الو سلام پاسای عزیز یا کاکو. من شیراز بودم چند ماهی که برادرم دوره بشنید اونجا، میدونم اونجا بیشتر مثلا فرک دازو اینا رو میشنم. برحال امیدوارم پیغام قبلیمو شنیده باشین. بعضی میخواستم درباره این پخش آگهیاتون یک چیزی بپرسم. شما بیشتر واردید، ولی صدایی که پخش میکنید خیلی قشنگ فهمیده. دلیلش هم اینه که خودش خواننده است، صدا و اینا رو تشخیص میده. من وقتی آگهی‌ها رو پخش میکنم از این بلندگو پخش میکنم، صداش میاد میره تو این میکروفون. شما بهتر میدونید وقتی این لاین نباشه بیاد بره بیرون، هوای اینجا رو با خودش میبره. و این قشنگ داره میگه، میگه انگار که از یه اسپیکر داره پخش میشه، با میکروفون داری برای ما پخش میکنی. دمت گرم، باهوش. دلیلشو بهت میگم.
دلیلش تنبلی آقای آرمان شهبازیه. ببخشید بنده خدا پدر مادر بزرگش فوت شده، شاید نباید میگفتن. اینا ویدیو رو درست نمیکنن برای من بفرستن بذارم توی سیستم، از سیستم پخش کنن که صداش هم قد و هم اندازه ما بشه. ویدیویی رو که میفرسته میذاره رو فیسبوک، من مجبورم روی فیسبوک پخش کنم و همون چیزی که شما گفتی فرخ به درستی همینه، صدا میاد از اسپیکر از بلندگو بیرون میره تو این، اولا یه دور بی خود میزنه، دوما هوای اینجا رو با خودش میبره. دمت گرم. چش سعی میکنم اینم یک لوپولی براش درست کنم. نظر راجع به این توین کمپانی که ماشینای بنده خدا رو بردن گفتن $1,000، این گفته آقا من ندارم. این سند $4,000 مالیات برام اومده، من نمیدونم مالیات چجوری میاد، اگه اینو توضیح بدی برای دوستان اونا هم آشنا بشن بهتره. ولی لابد به جای بدهکاری چیزی برات گذاشتن یا نه؟ مالیات باز نمیتونه بیاد. آیسوبی منم خب ماشینمو چپ و راست یه زمانی تو میکردن هر جا دلت میخواد. اصلا نه، مثل که اینو دنبال من راه افتاده بودن تو خیابون، تا میذاشتی میبردن، عادت شده بود، یک جا هم بود. ولی که مسئله اینه که هر دفعه هم که ببرن خب مثلا $100 یه فی خاصی یه فی برای بلند کردن چیه، فی برای پارک کردن چیه، چند روز بمونه و اینها. دقیقاً بلد. یعنی یه چیزی که به قول معروف یه دفعه به $1,000 نمیرسه. حالا البته این دوست ما مثلا اون یکی دیگه هم گفته ماشینشو بردن، گفته تا بخوام بیارمش بیرون $1,000 میشه، چون نمیتونه بره، کار داره، باید از کارش مرخصی بگیره تا پولشو فراهم کنه. ولی این ماجرایی که شما میگی فرخ برامون بیشتر توضیح بده. به IRS و تکس من نمیدونم چه جوری واسه تکس رفت نداره. چون اینا حتی اگه بفروشن ماشین شما رو تو آکشن، اون پولا رو برمی‌دارن جای پولی که به اصطلاح قرار بوده بگیرن. بعدم اینا الان با دوربین داشته باشن مگه اینطور نیست؟ باید. بله. اگرم دوربین ندارن، توصیه من اینه موقعی که مثلا برای من دو دفعه هم چه اتفاقی پیش بیاد، هست دوربین کوچیک ارزون هست. میدونم اینو تو ماشینم میذارم. الان خوف. هست که از دو طرف فیلم میگیره. دقیقاً. یه چیز کوچیکه. میذارم تو ماشینم باشه. امنیت منه. پلیس نگرم داره، اونو داره میگیره. تام بکنن، اونو داره میگیره. ماشین دوز ببره، اونو داره میگیره. یعنی 50 جور مصرف مختلف داره. ولی از نظر تکس من نمیدونم آخه نمیشه. به تکس نمیخوره این قضیه. ماشینو میبرن برن جاجمنت بگیرن برای باز به تکس نمیخوره. بله جاجمنت هم میتونن برن بگیرن بخاطر اینکه بدهی که پرداخت نشده. بدهی است که پرداخت نشده، میتونن جاجمنت بگیرن. منتها اون جاجمنت هم سیویل کیسه، یعنی اگه داشته باشی پیدا کنن میان ازت میگیرن. اونم باز مرحله داره، یعنی فقط کاری که باشه. آمریکایی هم میگن سو وات، جاجمنت گرفتی منو که نمیتونی بگیری. دقیقاً. احسن تشریح میکنن. چون مسئله اینجاست که جاجمنت هم بگیرن، اول باید اون جاجمنت یا پولی که واسش هست رأی دادگاه ارزشش از نظر مالی داشته باشه که اینا برن تازه بگردن ببینن شما چی داری. توجه دارین؟ بله. باید یه نفر استخدام کنن بیان دنبال تو این موقع هم طرف رفته چیزاشو به اسم کورت اوردر باید داشته باشه. خیلی مراحل داره. یعنی جاجمنت بیشتر اول و آخرش فقط تو کردیت آدم میتونه لطمه بزنه. همین. اگر مبلغش خیلی بالا باشه یا هم خیلی آدم ناجوری باشه، میتونه دیگه واقعا بره دنبال چیزایی که آدم داره، حسابای بانکی، اونم باز همه رو نمیتونه بگیره. باید یه مقداریش رو بگیره. مثلا حقوق تو نمیتونن همه‌شو بگیره، نه مقدارش. بابا جون من تو چند هفته گذشته این ماجرای آقای رضا زرابی نمیدونم میشناسی یا نه. بله. الان شده کوروش زرابی یا دوستان دیگه، همین آقای ممقانی و اینها. به اینا میگم بابا جون اینجوری نیست، شما حالا این دوربین تو برداری بری تو فلان بقالی، آقا تو مأمور جمهوری اسلامی هستی. فردام اون میاد تو آفیس تو میگی تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، اون وزارت اطلاعات هم داره میخنده انقدی که افتاده رو زمین. به اینا میگم شما باید برید دنبال گراس روت. گراس روت چی میشه؟ این شرکت سازمانایی که پای و اساس مردمی، حرکت اکتیو مردمی، کوچولو از پایین به بالا است. امروز اتفاقا برای آقای ماسالی فرستادم، چون ایشون سه تا کتاب جدید نوشته و میخواد بیاد درباره کتاباش صحبت کنه. بهش گفتم شما تو این چند سالی که من شما رو میشناسم سازمان‌های زیادی درست کردید، ولی یک کدوم از این سازمان‌ها نبوده که شما بگید ما شروع کردیم با 100 نفر الان 300 نفریم. همتون میگین با 100 تا شروع کردیم الان 7 نفرمون بودید. یه عده ناراحت شدن رفتن. بله منشعب شدن. بله شما اینو برای ما بخون.
ببین چی نوشته. میگه تو بیل ساکسسور گراس فور ادوکیسی موومنت، برای اینکه شما یه دونه به قول معروف حرکت مردمی رو درست به راه بیاندازین. Grassroots minded organizations should focus on these 8 key steps for successful grassroots advocacy. این 8 نکته باید شما دقت کنید برای اینکه بتونید یه حرکت مردمی رو به راه بیاندازید. نکته اولش اینه set smart goals، اهدافتون رو با آغوش تعیین کنید، دقیق با تفکر اهدافتون رو تعیین کنید. شماره دو create the strategy، شما حتما باید یه برنامه، یه از کجا به کجا میخواییم برویم و یک استراتژی داشته باشی، بدون نمیشه. شماره سه clearly communicate، خیلی مهمه با هم دیگه حرف بزنی، ارتباط داشته باشی. شماره چهار use new media، از وسایل ارتباطی جدید استفاده کنید. یعنی لزومن اونجایی که قبل از شما رقیب رفته خیمه زده شما اونجا کار ندارید، راتون جدید. خب الان نمیتونی مثل سال 57 با شبنامه انقلاب کنی. نه دیگه دقیقا. باید فیسبوک باشه، باید این نمیدونم صفحه های مجازی و اینستاگرام و اینها باشه. بله بفهم. Get fundraising، پول جمع کنی. خب تو ایرانی ها نمیشه بیخیال. اصلا این یکیش اصلا فراموش کنی. من هم چه حرفی نزدم. اینجا نمیشه. نه اون میگه خود میگه. شما اصلا به خودتون نگیری. شماره 6 build coalitions، بین اتحاد ایجاد کنین با هم دیگه. این مسئله اتحاد خیلی مسئله است. اون چیزی که اینم فکر ما اصلا نشنیدیم، ولش کن. همش که نشنیدین که organize communities، برید شما جمعیت ها رو سازمان بدید. بله جامعه و جماعه کوچیک. آره ولی سازمان هم خصم هر چی سازمان هم رو اونم خراب شد. اینم از دستور بذارین کنم. Engage policy makers، به سیاست مدارها رو شما باشون ارتباط برقرار کنی. همون کاری که این دفعه من ابله سعی کردم انجام بدم، حالا انشاءالله که گربه باشه اون سیاست مدار هم بفهم کاری انجام یا برسه به گوشش، اصلا نمیدونم. ما سه تا تبلیغ داریم، بذار تبلیغ همونم بریم. خواهش میکنم، یکیش گوگوش هست فردا. دوستان از این سیستم واقعا خوشت میاد؟ نه بسیار سیستم خوبیه. ساده، خیلی عالیه. آره خودم تنها اینجوری انجام میدم. نه خب این همه مدتم کاکو جان زحمت کشیدی براش. خودم تنها و سالها تجربه. آره دوستان عزیز، فردا شب گوگوش و آقای حسن شمایزاده در سالن کانستیتوشن هال، همین بغل وزارت امور خارجه هم هست، تو همین خیابون کانستیتوشن. چون ما بریم با تیر میزنن. اونجا فوریه 24 به شنبه فردا. و بلیط اگه خواستید بخرید از طریق تلفن 571-242-0226 یا وبسایت لایو نیشن یا وبسایت kodum.com. اگه لطف کنید با تلفن وقتی بلیط می‌خرید، چون اونای دیگه جایی نذاشتن، ولی با تلفن بگید که به اصطلاح از تلویزیون مردم آگهی دیدین، شاید آگهی‌های دیگه شون هم به ما بدن و من هم به نوبه خودم ممنون میشم. یه برنامه دیگه ای هست، نمیدونم شما اینو دیدی یا نه، ما هر ماه 26 آقای هست اینجا، دونده بوده تو شیراز و تو ایران و اینها، آقای مهدی تبریزی، اینجا هم دانشگاه باز کرده بود و اینها. البته من به تمام این دوستان میگم اشکال شما اینه که دبستان باز نمیکنید، میرید دانشگاه باز میکنید و میخواین کسی رو که دانشگاه رو 40 سال پیش تموم کرده رفته بیاد تو دانشگاه شما ثبت نام کنه. همچی کسی نمیاد، باید از مدرسه شروع کنید. یادم اون وقتا وقتی یه جایی توی دهی، برای که نرن ده دیگه، مدرسه شروع میکردن، این مدرسه یه اتاق بود 5 کلاس مختلف رو درس میداد. بعد که اینا میرسیدن به کلاس 6 و 7 اونقدر دبیرستان بغلش میساختن. در صورت این دوست ما یک برنامه گذاشته، اولا میگه این اسم رو که گذاشتم خیلی ها فرار میکنن، God Grace یا رضای خدا و و اینم یه شنبه شبه. اگه دوست داشتی، من از بابک دعوت کردم، دوستان اگه فردا شما تو شهر هستید بیان کباب بازار، اگه بابک بگه میام، چون وقتی یه جای هستی و مهمون هستی، بابک گفت که میدونی که مهمون خر صابخونه است. حالا چون دوستمونم داره میشنوه احیانا، من بهش گفتم که ببین تو ارتش، من تو مخابرات بودم، بعد میگفتن که شما اگر یک نقطه رو عوض کنید معنی جمله عوض میشه. اگر مثلا سربی را اعدام نه اعزام کنید، یه چیزی اینجوری یادمون داده بودن. اینو نقطه جو گفتم دوست عزیز، این که مهمون خر صابخونه است سالها عوض شده،
میگن مهمون خر صابخون است. در صورت نه به شما بی احترامی بشه در مثل مناقشه نیست نه. اگه برنامه نداشتی فردا تا امشب به من بگی چشم. خوشحال میشم بیام بریم کباب بازار بشینیم دوستانم اونجا معمولا شنبه میام. دوستان این برنامه هم یه شنبه است 26 و اینا رو روی چیزم میذارم روی فیسبوک. و این آقای چیز دنبال این هست که یه چیزی مثل دانشسرای معلمی بود چی بود دانشسرای تربیت معلم این اسمشو گذاشته تیچر یونیورسیتی. ولی من بارها بهش گفتم چون شما 6 7 تا چیو قاطی میکنی خود من هنوز نمیدونم واقعا برنامه چیه. ولی این جالبه میگه ما 26 ما هر ماه جمع میشیم ولی این دفعه چون یه شنبه 25 شما 25 بیا ساعت 8 تا 26 دوشنبه ساعت دوشنبه ساعت دو. این لوگوش یه ذره گیج میکنه. بله دوستان عزیز همون چیزی که اون گراس رود گفت خیلی کلیر باشین ساده باشین با اینا صحبت کنین. یه آهنگ دیگه هم هست یک چون برای اون هنوز وقت داریم ستار 10 مارس. چرا ایرانی ها وای میسن تا آخرین لحظه وقتی میخوان برن یک کنسرتی نمود کنم نه برای اونجا وارد بشن نه برای بیلیت خریدنش مثلا بگیم. برای بیلیت خریدنم یکی این که خب پولر دوست داره تا لحظه آخر دست خودش باشه جدی اینه مثلا شما اگه به خانومت بگی که من مریضم قربونت برم من از 15 مت مونده به صندوق که بخوام پولو بدن هم پولر شمردم هم کارتمو در آوردم هم آیدی من انداختم گردنم من مریضم مثال بعد. ولی خیلی از ایرانی‌ها این کارو میکنن. بله توجه داری بابا کتاب کهنه سرباز شما به دستم نرسید نمیدانم چرا. کی نوشته؟ آقای پرویز بابایان. آم بعد این دوستمونم آقای مهدی ذوالفقاری میشناسی دیگه بابا یکی از کسی که میدیا و رادیو اینا توی سان فرانسیسکو با ستار دلدار و با اون طاهری اینا چیز بودن. من ارادت دارم آقای مهدی ذوالفقاری نوشته سفارش من را هم بکن تا برای من هم بفرستن. احتمالاً منظورشون این کتابه. اولا متاسفم از پرویز عزیزمون. بله. من که کانادا باشه. کتابو من فرستادم اون چرا نرسیده نمیدونم. کانادا باز اگر به قیمت پوشیف 5 ماه پیش قضیه 6 ماه پیش. یعنی پرویز جان باز زودتر با خودشون تماس میگرفتین. حالا این بار دو تا سفارشه که پرویز بابایان نه دوباره میفرستن یکی آقای ذوالفقاری. سفارش جالب اینه که این بنده خدا مجانی با پول خودش میفرسته. آقای ذوالفقاری محبت کن آدرس به من محبت کنم با کمال میل. ایشون فیسبوک هست حتما. و دوستان عزیز ساعت 3:35 است. خیلی خوشحالم که تونستیم این دفعه شما رو ببینیم با شما بودیم. باز هم اگر صحبتی داری بفرمایید در خدمتتون هستیم. و حتما هم راجع به فردا بهم بگو. فردا شب اگه گفتی نمیای فردا شب بذار با اون دوستان فردا ظهر رو با ما بیا بریم. فردا ظهره و اون طرف ساعت 1 مثلا ظهر خیلی خوبه. ظهر 1 ما میشه ساعت 10 نه هر دوستو منه عادت نکردی که هر روزم دیگه نه بابا من انقدر سریع بله 3 سود عادت کردم تموم شد. خب صحبت داریم به صورت نه من اگه اجازه بدین فقط یه تشکر بکنم یا خداحافظی بکنم از بینندگانتون. باقی برنامه‌تون رو بذارم دست خودتون باشه. خودتون بهترید. ولی که تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که در طول تمامی این سالها چند ساله کارای شما هم همچنین از میدیا انجام میدید از سال 2013 دیگه من 4-5 سال و خود شما عزیزترین عزیزان هستید. تشکر میکنم از همتون که من رو تحمل کردید با حرفای من حالا کم خوب زیاد بد ساختید و حمایتم کردید که باز هم بتونم حرفم رو بزنم. دوستتون دارم. خدا نگهدار. ممنونم از شما. خداحافظی کنم یا همینجوری؟ نه من الان میرم اونجا میشینم تا برنامه یه رو دیگه برنامه داریم. بله. تا تموم شد 20 چند. خواهش میکنم. خیلی ممنون دوستان عزیز. میبینید اینجا خیلی ساده خودمونی و شما هم میتونید بیان برنامه داشته باشید. شما هم میتونید نظرات خودتون رو به اصطلاح با دیگران در میون بذارید و فقط باید لطف کنید تحمل شنیدن نظرات دیگران رو هم داشته باشید. خوشحالم که بابک این کار رو انجام داده موفق بوده و برایش موفقیت های بیشتری آرزو میکنم. بابک تو کالیفرنیا است یا به وسیله فیسبوک بابک هروی یا خبربین دوتاش هم یه جوری نوشته که هیچ جوری شما نمیتونی اشتباه بنویسی.
خبربین همینجوری که میگی اسپل کن میرسی بابک هروی هم بابک هروی آخرش هم آی باشه وای نباشه. این تو کارش وای و داد بیدادی نیست. بله دوستمون از خلیج فارس یک چیزی فرستاده که ما هرچی مخفی کنید از ما قایم نمیشه، دروغ قرن. بذارید ببینیم این دوست ما چی فرستاده. روزای جمعه معمولا ما سعی میکنیم که مقداری حالت طنز و فیلمای خنددار و اینها باشه. این کار رو معمولا آخوندا برای ما انجام میدن و این آخوندا واقعا از همه نظر همه فن حریفن. اون روز دیدید بهتون حتی گفتم یکیشون بود که ماهور میخون و این دوستمون میگه آقا عجب میخونه. گفتم بابا جون آخوند به غیر از حرف زدن کار دیگه انجام نداده و صداش هم خوبه. بشنویم ببینیم این آخوند در یک دقیقه و 33 ثانیه یا 93 ثانیه چی میگه برای من. شما عجیبی در آمریکا اتفاق افتاد و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه. یه ذره پخش شد جلوشو گرفتن. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن تردید از منه، 1,000,000 سیاه‌پوست راهپیمایی کردن. 1,000,000 سیاه‌پوست. میدونیدم شعارش چی بود؟ اصلا نگذاشتم تو دنیا بخش بشه. شعارشون این بود ما حکومت میخواهیم از نوع حکومت ایران. به بزرگان آمریکا اعلام کرد این جمهوری اسلامی هنوز تمدن نشده، یه فرهنگه. این فرهنگ هنوز تمدن نشده در برابر تمدن جهانی که حالا اونا ادعا میکنن آمریکا پیروز شده. که تو قلب آمریکا سیاه‌پوستا راهپیمایی کنن بگن ما از این مدل حکومت میخواد، این اتفاق میخواد نیفته. خفش کردن، کلیرم کشتن، کلیرم دستگیر کردن، زندان کردن، نگذاشتن صدا بلند بشه. دوستان من چیزی نمیگم، خودتون برید روی گوگل و گوگل کنید. این چیزی رو که این میگه به عنوان 1,000,000 من بود و اصلا همچین چیزی که این میگه نبود و یک دروغ بزرگه. چیزی که هست حسن دروغ اینه که شما حناق نمیگیرید یا خفه نمیشید. اگه اینجوری بود احتمالا همه این آخوندات حالا حناق گرفته بودن و خفه شده بودن. بیانیه جمعی از دانشجویان ملیگرای دانشگاه تهران به مناسبت 14 اسفند. میدونید که 14 اسفند رو این جبهه ملی تقاضا کرده که اجازه راهپیمایی بدن و من شنیدم که دولت هم اجازه نداده. حالا اگر خبرهای جدیدی اومده باشه شما میتونید به من بگید. بیانیه جمعی از دانشجویان همون گونه که اطلاع دارید حدود یک ماه قبل جبهه ملی ایران طی درخواستی از رئیس جمهور تقاضای مجوز برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز در میدانی از میادین تهران جهت اظهار نظر پیرامون مشکلات عدیده میهنمان را داشتند، اما تا به امروز هیچ گونه گزارشی مبنی بر موافقت دولت با این درخواست که یکی از اصلی ترین اصول شناخته شده در قانون اساسی کشور هست منتشر نشده است. ما به عنوان جمعی از دانشجویان ملیگرای دانشگاه تهران درخواست تجمع مسالمت آمیز طبق اصل 37 قانون اساسی که نیازی به مجوز از حاکمیت ندارد حمایت کرده و همگام و همراه با سایر قشرها. میدونید تو آمریکا هم هست که یه نوع تظاهرات شما احتیاج ندارید اجازه بگیرید، ولی میگه مثلا تابلو اینجوری نمیتونید بیارید، میگه دوربینتون رو با سپایه رو زمین نمیتونید بذارید، خیابون رو نمیتونید ببندید، اینجور اونجور اینجوری شرایط داره. امیدوارم این دوستان دانشجوی ملیگرا انقدر وارد باشن توی این قانون که با خود قانون اینها بیفتن به جونشون. همونجوری که سفت پیش گفتم و پیام گفت که آقا مگه همچین چیزی میشه، گفتم الان وضعیت ایران جوریه که اگه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به خودشون بگی تو خیابون میگن این داره بر علیه ما شعار میده و به اصطلاح حرکت ضد انقلابی و نمیدونم چنین و چنان. و اما یه عکسی برای من دیروز یه نفر فرستاد خیلی جالب بود. اولا این به اصطلاح اتوبوسای ایران که همه جدید شده، ای کاش هواپیماها هم اینجوری جدید بشه و مردم یه مقداری از این تصادفا و نمیدونم مشکلاتی که هست رهایی پیدا کنن. ولی خب حالا اتوبوس جدید شد، ولی شما کجا میری؟ میری تو همون به اصطلاح جاده‌هایی که وجود داره، میری تو همون
جاهایی که هست و گویا این توی به اصطلاح یک جایی تو راه کرمان بوده که راننده وایساده و این دوتا شطور یکیش از این ور سرشو کرده داخل یکیش از اون ور و دارن به اصطلاح یه چیزی میخورن، متوجه یعنی نمیبینن، ولی اتوبوس ها خیلی قشنگ و شیک شده، دیدم عکساشونو مال کشورهای سوئد و اسکاندیناویا و اینها رو اونجا بردن، به غیر از بنز که بود این ماشین ها رو بردن، اینا خیلی راحت هستن توشون، واقعا مثل هواپیما راحت میمونه. من وقتی که آگهی ها رو پخش کردم، مخصوصا هفته گذشته دو سه بار آگهی والنتاینز موتور رو پخش کردم، این دوست ما که قبلا هم در رابطه با یه چیز دیگه‌ای صحبت کرده بود پیام گذاشته، من پیام این دوستم رو برای شما پخش میکنم، بعد نظر خودم رو میگم، شما هم نظری داشتید میتونید برای من پیام بذارید یا میتونید بنویسید رو فیسبوک، اگر هم نظری نداشتین فقط قضاوت کنید. بشنویم با هم این دوستمون رو که به نظر میاد من رو سالهاست میشناسن، بیننده ما هستن، ولی من در تعجبم که چرا حمایت نمیکنن. دوستان حمایت یادتون نره. بشنویم با هم. آقای سوروی سلام عرض میکنم، من یکی از تماشاگرای برنامه شما هستم و خیلی به شما ارادت دارم، واقعا آدم درستی هستی. چند وقت شما راجع به این ولنتاین موتور صحبت بکنین، اصلا چون خیلی مایه میذاریم. من سنن 70 سالمه و در کار ماشین بودم قدیم. شما باید خیلی مواظب باشین چون این بیزنس بسیار 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 شیکی هست و ممکنه اصلا به چیز و مرام شما لطمه بزنه. حالا اگر از شما از ایشون پول میگیرین که خب شما دارین تبلیغ میکنین براشون، ولی مفتی یعنی اگر پولم میگیرین من بودم، چون شما آدم با روی هستین کار نمیکردم. خب حالا من یه سوالی از شما میکنم. اولا این ماجرای پول گرفتن و پول نگرفتن اینا یه چیزی هست بین من و والنتاینز موتور، تا حالا نگرفتیم، امیدواریم بتونیم آگهیشون رو بگیریم، امیدواریم پخش کنیم. من از شما که 70 سالت هست، توی آمریکا احتمالا تو کار ماشین بودی، ماشین خریدی فروختی اینها، یه سوال میکنم. شما آگهی های تلویزیون رو نگاه کن، از فروش ماشین های نو گرفته تا فروش ماشین های دست دوم که دیگه دست دوم و یوزد و اینها نمیگن، میگن چیز previously owned، یعنی قبلا صاحب داشت. شما نگاه کن ببین چیه منظور اینه که آقا اگه یه نفر میخواد ماشین بخره، اولا هنوز که هنوزه این دیلرا بهتر از اینه که شما رو کریگلیست ماشین بخری. کریگلیست می‌نویسه excellent condition like new، میری اونجا میبینی یه قوطی مثل قوطی حلبی مال روغن نباتی گذاشته، بعد دیگه حالا موتورش اینا هم هیچ، پولر هم که دادی هیچ. ولی کسی که جا داره مکانی داره، وقتی هم این روزا کسی میخواد ماشین بخره با 10 جای دیگه مقایسه میکنه. الان رسم شده، میگن طرف وقتی میاد راه میره قدم میذاره توی به اصطلاح دیلرشیپ ما یا نمایشگاه اتومبیل فروشی ما، میگه اون بیشتر از ما راجع به ماشینی که میخواد بخره میدونه، چون رفته ریویوهاش خونده اینها. بعد من خودم ترجیح میدم از یک کسی که یک مغازه‌ای داره، اسمی داره، رسمی داره بخرم، حتی اگه بشه یه ماه وارانتی. بعضی هاشون میگه مثلا 1000 مایل ماشین های یوزد و دست دوم جوری، یا یک ماه، یا مثلا بالاخره این دیلیه که شما میکنید، اگریمنت. دوست عزیز اگه اینجوری باشه، خب من تبلیغ یه رستورانم بذارم، شما رفته باشی اونجا مثلا به تعدیق نداده باشه، بعد میگی که آقا تعدیق. اصلا اینجوری نیست. چرا ما این سیستم مدیای آمریکا رو نمیخوایم قبول کنیم که ایرانی هم باید اینجوری کار کنه تا بتونه امورشو بگذرونه؟ خود شما که بیننده من هستید، لطف دارید، برادر بزرگی من هستید، به من ارادت دارید، حمایت نمی کنید. خب حمایت که نمی کنید، آگهی هم که ما نشون بدیم میگی مواظب باش. تازه حالا خب من ممنونتم که مواظب من هستی، هوای منو داری، ولی اینجوری کافی نیست.
یا باید مثل تلویزیونای پابلیک بیاد طرف بگه آقا این کردیت کارت من ماهی 15 دلار بردار، سالی 180 دلار، یا دیدید مثلا یه نفر فوت میشه میگه که ارث و میراث منه بدید به این تلویزیون به این شرط که این تلویزیون همیشه مثلا اخبار پخش کنه، موزیک کلاسیک پخش کنه، این اون. ما چی میخوایم یاد بگیریم؟ من از شما دعوت میکنم یه روز مهمون من باشید، اگه خواستید من با همین شماره تلفن میتونم با شما تماس بگیرم، باهاتون صحبت کنم، ببینم به نظر شما یه تلویزیون اگه خواست مستقل باشه با چیکار کنم؟ با چیکار برنامه اگه بفروشید که میگن آقا نمیدونم این مجاهدا نوشتن تلویزیون مزدور چی هوا فروش وقت فروش این ایر تایم رو ترجمه کرد، خب اون برنامه فروخت. اگه پول از اینجا و اونجا بگیریم که وصل نمیخوریم که، شما باید یه نفر که مستقل وایستاده یه جوری تبلیغش کنی، تشویقش کنی، به جای این بیای بگی که من رفتم از والنتاینز موتور خریدم، ماشین خریدم، چه تجربه خوبی. من تعجب کردم شما تو نیویورکی، اینا تو مریلندن، اینا مریلند، واشنگتن، ویرجینیا که بهش میگن دی ام وی، دی سی ام مریلند، ببخشید دی ام وی، بله دی سی مریلند ویرجینیا، اینا تو این منطقه هستن و ریویو هایی که نوشتن راجبش هر کی ماشین خریده راضیه. خود من یکی دوتا معامله داشتم راضی هستم، میگم اون روز این آقا، من بهش میگم آقا من این ماشین رو که مثلا اینجا شد دیگه میرم دیگه، من به مترو که رسید میگه نه آقا من باید برسونم، بعد بهش میگم آقا خونه تو اونجاست، خونه من اینجاست، سر راه من پیاده کن، میگه نه آقا از راه خودش. خب آقا اینا ارزش داره. و شما فکر میکنی یه همچین آدمی نشستی که من مثلا 500 دلار کلا بذاره سر من؟ امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم شما اشتباه کنی من درست بگم. دوستان عزیز، همین تبلیغ بود برای والنتاینز موتور. اگر به اصطلاح میخواین ماشین بخرین توی این منطقه هستین، ضمن اینکه ایشون گفت اگه جای دیگه هم هستید میتونن براتون ماشین به اصطلاح نشون بدن، صحبت کنن، ردیف ترتیبی بدن که براتون فرستاده بشه. نوشته که والنتاینز موتور وبسایت بسیار خوبی داره، ماشینا رو میتونید ببینید، عکساشونو میتونید ببینید قبل از اینکه برید اونجا. اون فکس چی بهش میگن، کارفکس، کارفکس، این اولش حالا فکس مثل فکس ماشین نیست ولی دیگه الان مثل اون مینویسنش، کارفکس یعنی حقیقت های درباره این ماشین. شما هر ماشین رو که اینجا نگاه میکنی معمولا کارفکسش هم هست، نگاه میکنی بهت میگه چند تا اونر داشته، سرویساش کجا عوض شده، چقدر هنوز وارانتی داره یا نداره. والنتاینز والنتاین موتور کمپانی، همون والنتاین، این امام عشق اینها که 14 فوریه بود. و اینجا نوشتم گوگوش، آها بعد از گوگوش اگر کسی اهل بیرون رفتن و افتر آورز و اینها هست، یه جایی که من گفتم تا امروز نرفتم، احتمالا فردا شب اگر بدن اجازه بده اونجا هم خواهم بود رفت، به نام لیت، L8 نوشته که L8 بعد یا لیت، لیت کانسرت. اجازه بدید من اینو به شما نشون بدم، کامرای 3 یک لحظه، سلیکت ایریا اینجا، کامرای 3، بله افتر آورز معروفه، شما وقتی میری یه جایی کنسرت معمولا کنسرت ها ساعت 11 12 تعطیل میشه، ولی تو واشنگتن شما تا 3 4 صبح میتونید بیرون باشید، برقصید، دیسکو برید، مشروب بخورید. اینه که دوستان مخصوصا جوونا بعد از کنسرت و اینها تازه میرن کجا؟ توی افتر آورز یا افتر پاری، افتر پاری، و اونجا خوش میگذرونن. کنسرت ستارم بهتون نشون دادم یا نشون بدم؟ اجازه بدید نشون بدم، چون همین میگم یاد حرف فرخ میفتم که میگه وقتی این آگهی رو پخش میکنید به اصطلاح به نظر میاد که صدا از اسپیکر میاد بیرون و میره داخل چیز. شما کاملا درست میگید، بذار من امروز به این صورت نشون بدم این آگهی رو روی والیوم 50 که خیلی هم زیاد نباشه. اینم پلیر 2، ببینید با هم. بله خب ببینید اینجوری میشه، چرا این سیستمش امپگه، ما گذاشتیمش تو سیستم ویندو و نشون نمیده، ما مجبوریم که اینجوری نشونش بدیم.
ببینیم از این وری باز میشه صدا رو آریان پروڈکشن شنبه 10 مارچ مجلل‌ترین شب نشینی نو جای بسیار قشنگیه از لحاظ ترافیک و پارکینگ و اینها مسئله‌ای نخواهید داشت و من هم فکر کنم 99% امکانش هست که اونجا باشم، اون 1% اگه یه وقت مریض بشم یا بمیرم، ولی اونجا خواهم بود. ضمناً فردا شبم کنسرت گوگوش شما رو خواهیم دید، پس فردا شبم در برنامه God's Grace با دوستان آقای مهدی تبریزی خواهیم بود. آقای مهدی تبریزی دنبال این است که اگه کسی بخواد وسایلی رو بفروشه، اتفاقا خود من میخوام کتابایی رو که پتیک لطف کرده برای تلویزیون مردم فرستاده ببرم بذارم اونجا، و اگه خب شما هم خریداری کنین یه مبلغی هم ما بدیم به اون کسی که صاحب مجلس. ببینیم و بشنویم با هم. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ مجلل‌ترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت هستی اما زرد تن هنگام کجا بودی تا حالا در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ورجینیا ستار هنگام احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بله ممنونم از شما دوستان عزیز. و آقای سعید کاووسی میگه این کان را کروک چیه به ایرانی؟ بابا کروک رو چی بگیم به ایرانی؟ کلا بردار؟ بله راجع به ماشین و ماشین فروختن هست و اینها. و اون دوستمون از نیویورک اینجوری گفته، سعید کاووسی هم که دکتر اتومبیل هست از مریلند میگه که بزرگترین کلاهبردارا خریدارای ماشین هستن، یعنی اونها هم دل خونی از خریدارا دارن. با امید روزی که بتونیم انقدر با هم خوب صحبت کنیم که خیلی خالصانه اگر اشکالی هست به هم بگیم و الی آخر، و اینجوری هم نباشه. خانم بهیه جیلانی میگه یاد جوانی به خیر، فکر کنم در رابطه با افتر آورز و رفتن لیت و اینها. و دوستان هم راجع به آخوند نوشتن که آخوند کیست. دوست عزیز چیزهایی به این طولانی و درازی ننویس، ای کاش که فیسبوک هم مثل توییتر به اصطلاح محدود کنه. البته خب اون راهش هم فوری بلد میشیم، به جایی که یه دونه بفرسیم مثل آقای ترامپ میایم 20 تا میفرسیم. صحبت از ترامپ شد دیروز، باز اونایی که باهاش کار میکردن در یک باتلاق جدید فرو رفتن و گفتم که این آقای ترامپ اونا رو فعلا مثل ماهی کوچولو میگیرن. میدونید که تو کار ماهیگیری شما اول کرم میندازی ماهی میگیری، بعد ماهی رو میگیری میندازی ماهی های بزرگ میگیری و حالا دنبال ماهی بزرگ هستن. ماهی بزرگ این ماجرای انتخابات و ریاست جمهوری آقای ترامپ هست که من فکر کنم به زودی یقه این هم میگیرن، چون فعلا رسیدن به دامادش آقای جری کوشنر، رسیدن به اون آقای منفورد که 30 میلیون دلار پولشویی کرده. از کجا؟ از کشورهایی که یادتونه وقتی روسیه داشت شوروی داشت تیکه تیکه میشد، این کشورها آمدن یه دشون سراغ این به اصطلاح پا اندازای، کلمه خوبی یادم دادی بابک، پا اندازای آمریکایی که آقا بیا برای کشور ما این کار انجام بده، برای کشور ما اون کار انجام بده. و اینا هم رفتن پولا رو که گرفتن، اشکال اینا اینه که وقتی یه پولی میگیرن به دولت هم میخوان کلک بزنن. و دوستان یادتون باشه آل کاپون این همه جنایت و جرم انجام داد، هیچ کس حریفش نشد جز اداره مالیات بر درآمد. اونها بودن که حریف شدن. دیروز 32 تا جرم جدید به اصطلاح نوشتن، و به اینا معمولا اینجوری میگن، میگن نگاه کن پرونده شما زیر بغل منه، و یا میای راجع به این آقا صحبت میکنی یا اینکه پرونده تو میدیم به دادگاه، برو زندان،
به اصطلاح آب سرد بنوش. و اینا معمولا افرادی هستن که به خاطر پول و به خاطر خودشون دوستانشون رو میندازن زیر اتوبوس و له و لهورده میکنن. من ازتون ممنون و متشکرم که اینجا با ما بودید. باز از بابک هروی ممنون و متشکرم که آمد از اونور آب، از اونور آب آمد اینجا و این به اصطلاح شهامت و شجاعت رو تا حالا رضا پهلوی نشون نداده. من حتی چندین بار اون موقع تلفن رو زنگ می‌زدم، رو برنامه زنده نگه می‌داشتم با خانم وفایی. خانم وفایی میگفت که الان میاد، بعد به دوستان میگفتم حالا نگاه کنید اینا فکر میکنن من خسته میشم قطع میکنم، ولی من تلفن رو باز میذارم با شما صحبت میکنم و اونا ثابت کردن که اونا هم مثل سازمان مجاهدین کارشون خرابه و بگردیم دنبال افرادی که کارشون درسته، حتی اگه تنها هم هستن بهشون بپیوندیم و دیگران رو هم حتی تشویق کنیم که بیان به اونها بپیوندن، حمایت کنن. بابک یه چیزی رو گفت که من نمیتونم بگم کم لطفی کرد، گفت ایرانی‌ها به پول که میرسه حمایت نمیکنن، نمیدونم به چیزای دیگه که بیان جوین کنن اینا، و از این 8 تا 3 تاشو مردود شدیم. بعد گفت اون یکی هم که بریم سیاست مدارا و قانون گذارا رو ببینیم، ما میریم میبینیم، امیدوارم انجام بشه، اگه انجام بشه باز تکرار میکنه، اگه نشود یک کاری میکنه که به اصطلاح کاری باشه کارستون. دوستان عزیز، جمعه هست، برنامه 167مین آقای حسن ارشاد از ایران رو براتون پخش میکنم و یک خانم بهایی لطف کرده برنامه ایشون رو دیده، فوشهای بسیار زیبایی گذاشته و من تعجب کردم نتیجه این همه کلاس اخلاق بهایی ها این هست، یا میشه حقیقتا گفت این دشمن بهایی هاست و این پیام رو گذاشته که من پخش کنم و به اصطلاح یه ضربه به بهایی ها بخوره. در صورت اگر این خانم حقیقی هست و بهایی هست، شمارش رو بذاره ما باش تماس بگیریم ببینیم چه چیزی حسن ارشاد دروغ گفته. حسن ارشاد گفت بهایی ها میگن ما دنبال سیاست نیستیم، دروغ میگن، اینها دنبال سیاست و حکومت جهانی هستن. آقای حسن فیروزی یکی از بهاییانی که قصه زندگیش از سنگام غمگین تره، اون آمد اینجا نشست، ویدیوش هست، گفت که ایشون درست میگه، ما بهایی ها دنبال این هستیم که حکومت دنیا رو در دست بگیریم. پس خمینی نبود که میخواست اسلام رو به اصطلاح صادر کنه، دنیا رو بگیره. همه اینهایی که به یک دین، به یک کتاب، به یک مکتب خودشون رو آویزون میکنن، فکر میکنن اون کتاب، اون مکتب دنیا رو آزاد میکنه. کمونیسته به کتاب کمونیست، مارکسیسته به کتاب اون، حزب اللهی به قرآن، نمیدونم مسیحی به بایبل انجیل، کلیمی به تورات. این من و شما هستیم که دفترامون هر روز عوض میشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روز و روزگار بر شما خوش. بازم از بابک ممنونم که مهمون ما بود، از مهمونداراشم ممنونم که اجازه دادن بیاد چند ساعتی با ما باشه.